دوستان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که با هم هستیم امروز اوقات بهتری باشه. جمعه هفتم ماه خرداد، هوا بسیار گرم و 27 ماه می. این جمعه چون آخرین جمعه ماه می هست، روز دوشنبه که میاد به عنوان روز به اصطلاح میموریال دی، یعنی قدردانی از اونایی که رفتن در راه این وطنشون آمریکا و اینها کشته شدن، جونشون رو از دست دادن، زخمی شدن، مجروح شدن، یا حتی اونایی که رفتن خدمت کردند و سالم برگشتن، این 3-4 روزی تعطیل میشه. و من هم برای اولین بار پس از سالها میخوام این دوشنبه به اصطلاح تعطیل باشم و کار نکنم. جالب اینجاست که ما قرار بود مسافرتی بریم و بریم به طرف پنسیلوانیا که متاسفانه با خبر شدیم اون خانواده‌ای که ما قرار بوده بریم اونجا و اینها، یکی از افراد خانواده تصادف کرده با دوچرخه و به اصطلاح کشته شده. ضمن ابراز تأثر و تأسف، یک چیز جالبی که ما از آمریکایی‌ها باید یاد بگیریم اینه که دیروز روی وبسایت و فیسبوکشون نوشته بودن که ما با وجودی که غم بزرگی داریم و این عزیزمون را از دست دادیم، ولی در مدت این آخر هفته زندگیش رو جشن میگیریم و یه مارکتی هم اونجا بوده، مقداری از درآمد این مارکت رو میدیم به اون سازمانی که سازمان خیریه‌ای که ایشون دوست داشته. و همون موقع من گفتم ای کاش که ما هم یاد میگرفتیم این کارا رو انجام بدیم و امیدوارم که بیشتر و بیشتر این کار در بین ما ایرانی ها هم رایج بشه. در هر صورت این هم ماجرای سفر ما که اینجوری شده فعلا، و اون بنده خداها در ماتم از دست دادن عزیزشون هستن که باید دیگه تحمل کرد. اونهایی که میرن خب بالاخره دردی تحمل میکنن یا دچار یه ماجرایی میشن میرن، ولی اونهایی که میمونن درد بیشتری رو تحمل میکنن هر روز و هر دقیقه. و ما امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور هستیم. خیلی خوشحالم بعد از مدت‌ها تماس می‌گیرم با ایشون، تماس تلفنی، و به صحبت‌های ایشون که مجموعه پاسخ‌هایی هست که ایشون به پرسش‌های بینندگان در طی این چند وقتی که نبودن پاسخ خواهند داد، از این بابت از ایشون ممنونم. از دوستانی که از ایشون سوال کردن، احوال ایشون رو پرسیدن، متشکرم و امیدوارم بیشتر و بیشتر آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور رو داشته باشیم. 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن، 12 ظهر وقت کالیفرنیا با ایشون خواهیم بود. امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد خواهیم بود از ایران. آقای ارشاد امروز ویدیوش یه مقداری دیر رسید، حالا اگر بتونم دارم ضبط میکنم به اصطلاح، یعنی داریم دانلود میکنیم، دانلود کردن میدونید که این اصلا اصل ماجرای وب بهش میگن سایبر اسپیس یا فضای مجازی بهش میگیم. اینها هیچ کس نمیدونه کجا هست چی هست. بله کار به اصطلاح انبارهای وسیعی رو میگیرن، این سرورها رو داخلش میذارن اینها، ولی تمام این اطلاعات در فضا داره برای خودش میچرخه. حالا ما هم سعی میکنیم که این رو از اون فضای مجازی بیاریم روی زمین، بذاریم توی این سیستم و برای شما نشون بدیم. برنامه 86 ایشون هست، 52 هفته میشه یک سال و بیش از یک سال هست که ایشون با ما هست. ممنونم از دوستانی که برنامه ایشون رو حمایت میکنن، ممنونم از دوستی که دیروز باز 5 تا از برنامه ایشون رو حمایت کرد و دفعه قبل 60 دلار لطف کرده بودن به ما، داده بودن که بریم چلو کباب بخوریم، اگه میبینید چاقیم تقصیر محمد آقاست. این دفعه 100 دلار دادن، فکر کنم میدونستن که من میخوام دوشنبه تعطیل کنم و امروز به جای شنبه یه شنبه تعطیل بودن، شنبه یه شنبه دوشنبه تعطیل هستن و ایشون به اصطلاح هزینه این تعطیلی طولانی رو
داده. در صورت ممنون و متشکرم از شما. و با یه دوست دیگه ای که ما هفته پیش آشنا شدیم که ایشون در کار رادیو تلویزیون بوده در ایران و اینها، ایشون لطف کرده نوشته هایی رو فرستاده، فعلا یک شب دوشنبه براتون میخونم و امیدوار باشم یا امیدوار بودم که ایشون این نوشته ها رو با صدای خودشون یا از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن ضبط میکردن برای ما میفرستادن، چون باور کنید شما نمیدونید من چقدر اینجا خجالت میکشم اگر یه نوشته ای رو یه دوستی ارسال کنه و خودشم این برنامه رو ببینه بعد من اون نوشته رو اشتباه بخونم. اونجایی که به اصطلاح باید صبر کنیم، اونجایی که باید ادامه بدیم، اون چیزی رو که باید به اصطلاح با صدای بلندتر بخونیم، اینا خودش یه فنی هست که هر کسی نوشته های خودش رو بهتر میتونه بیان کنه. به همین دلیل هست کتاب های گویا که الان خیلی رایج شده، اونهایی که با صدای خود آثور یا نویسنده هست بیشتر طرفدار داره. در صورت منتظر این دوستمونم هستیم. این دوستمونم اسمش محمده. باورتون میشه محمد بیشترین، یعنی از لحاظ تعداد بیشترین اسم چی بگم دنیاست، با وجود که شما فکر کنید خب مسیحی ها تعدادشون بیشتره، 3-4 برابر مسلمان ها هستن، ولی تعداد اسامی محمد در دنیا شماره 1 رو داره، که البته خب اینجا خیلی ها به اسم مو میگن، خیلی ها به اصطلاح مختصرش میکنن. این هم از این. و بله بریم ببینیم این نوشته هایی رو که من برای شما اینجا نگه داشتم. ضمناً از فیسبوک هم شما میتونید این برنامه ها رو زنده ببینید. برنامه قبل از ما برنامه کانون آوا رو از فیسبوک نشون دادیم، دوستانی آمدند و خیلی هم خوشحال بودند. امیدواریم بتونیم این کار رو انجام بدیم. همونجوری که میبینید امروز تصویر خیلی بهتر از روز چهارشنبه است توی فیسبوک. دلیلش اینه که از یه سیستم دیگه استفاده کردم و به جای اینکه از مانیتور استفاده کنم از همون مانیتور اصلی دارم استفاده میکنم که بهش پریویو میگن، یعنی چیزی که قبل از اینکه ما بفرستیم به دستگاه اصلی خودمون اینجا میبینیم. الان بالای سر فیسبوک اگه توجه کنید اینجا نوشته پریویو. پریویو یعنی نگاه کردن قبل از اینکه بره روی ایرو، بره روی ویدیو و اینها. و اما خانم نزهت یحیی‌زاده معرف حضورتون هست، ایشون هم فکر میکنم یکی از همون بیکارهای سالمندی هست که حقوقی از جایی میگیرن و نشستند و فقط مینویسند و تا حالا هرچی دیدن به همه حمله میکنن. من ندیدم ایشون بیشتر از 2-3 دوست داشته باشه، همونایی هم که ایشون براشون مینویسه، یا اربابان، عالی جنابان، نمیدونم کدبانان، از این چیزایی که همون موقع نشون میده این تعارفهای دروغی است. ولی امروز خیلی جالب نوشتن خوشبختانه مبارزان جدی وجود دارند که جهت آگاه نمودن ایرانیان از واقعیات رادیو اسرائیل کوشا می باشن. من از ایشون پرسیدم کجا هستن اینها؟ خانه سالمندان؟ بعد من نمی فهمم آقا رادیو اسرائیل، منم خوشم نمیاد، شما هم حق داری، داره حرف خودشو میزنه، ول کنین اونو، شما برید حرف خودتونو بزنید. مگه آقای دکتر نصر اصفهانی، درست میگم؟ اون نصر احمدیه، این نصر اصفهانی، اسدالله نصر اصفهانی که یه مدتی هم گویا وزیر بوده و وکیل بوده و اینها، مگه ایشون حرف خودش رو نمیزنه؟ چرا شما وحشت دارید که ایشون بیننده نداره، طرفدار نداره؟ ایشون که به آقای نجات گفت ما هزاران سازمان داریم، شما کم لطفی میکنید. بنده خدا نجات رو انداختن بیرون از توی مصاحبه. بگذره خانم نزهت یحیی‌زاده، خوشحال میشم آدرس این مبارزان جدی، ما دیگه نمیدونستیم حرف زدن جدی داره، شوخی داره، مبارزان جدی داریم، مبارزان شوخی داریم، مبارزان 50% شوخی 50% جدی داریم. این طبقه بندی ها رو به ما هم یاد بدید، کارمون خیلی خرابه. شورای اسلامی پاکستان گفت که مردان در صورت نیاز زنان خود را بزنند. خب این که چیز عجیبی نیست، اصلا دستور توی سوره النساء چیه که نمیدونم اینجوری تنبیه کنید، اونجوری تنبیه کنید، اگر نشد بیشتر تنبیه کنید. بعد آقای دکتر حمید رضا میرزا آقاسی، درست میگم،
یادم رفته، آقای حمید میرزا آقاسی، درباره اینها توضیح میدن و اینها رو یه جوری تفسیر میکنن که بذارید من اینو بیارم عقب‌تر. میبینید مثلا الان این صفحه‌ای که ما داریم با این چیزی که این نشون میده یک کم آخرش رو اشکال میذاره و اون رو هم سعی میکنیم درستش کنیم. و اون روز برای آقای یزدان خدا بندلو نوشتم که آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. ایشون نوشت که کاکو جون دستم به دامنت، جهان ول کن، فعلا همون ایران رو بگیریم بسمونه. شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان پیشنهادهایی به مجلس ایالتی این کشور داده که طبق آن شوهران به طور قانونی حق داشته باشند در صورت نیاز زنان خود را بزنند. چون من میدونم ما و شماها اهل این حماقت ها نیستیم، پس اجازه بدین اینو همینجا رها کنیم و بریم دنبال کار خودمون. و اما آقای مانتی نوشته که سوربی جان سلام، نمیدونم این را درباره روزبه مشکین خط دیده ای یا نه، چه بگویم، مثل اینکه دوچار دردسرهای مالی و فقر شده، ولی میگه من ضعیف بودم و نتوانسته مقاومت کنه. برنامه امشب خوب بود، در فیسبوک من هم بودم، آقای نوذری به اشتراک گذاشته ولی فقط 26 دقیقه. من هم رفتم توی یوتیوب کاملا دیدم، خدا بندلو هم صحبت‌های جالب و با ارزشی کرد. حیف که قضاوتش درباره افراد دچار تردید است، وگرنه انسان فرهیخته و صاحب نظر افکار مترقی و معقولی است. بذارید ببینم اگه این آقای مشکین رو من بتونم بیارم روی صفحه، ببینیم ایشون چی نوشته و به اصطلاح در این مورد صحبت کنیم. اجازه بدید من، آقای مشکین نوشته که بله، این عکسی که دیروز من گرفتم 16 ساعت قبل به اصطلاح گذاشته بودن، نوشته که ما همیشه قدرت این را نداریم که هر طور شده از عقاید خود دفاع کنیم. گاهی اوقات انسان میفهمد که پول هم در زندگی لازم است. به این امید به جلو می رویم، اما در عوض فقیرتر می شویم. در چنین لحظاتی باید انسان قوی باشد. من نتوانستم و ضعیف بودم. نمیدانم که آیا تو نیز در زندگیت به چنین موانعی برخورد خواهی کرد یا نه، اما اگر در آن موقع من دیگر وجود نداشتم، میل دارم که صحبت امروز من را به یاد داشته باشی. این یه جوری مثل وصیته. حالا این وصیت رو ایشون به کی نوشته من نمیدونم. این روزا همه چی جنبه عمومی پیدا کرده و هیچ کس هیچ چیز خصوصی نداره و نمیدونم والا. در هر صورت خب آقای مشکین، آقای روزبه مشکین خط عزیز، شما وقتی میری حزب باز میکنی، اگه اساسنامه تو برای دوستان بفرستی، دوستانی که جمع میشن به شما میگن خب این هدف شماست، برنامه تون چیه، برای رسیدن به برنامه ابزار و وسائلتون چیه، نه اینکه یه نفر را بیفته یه حزبی را بندازه بعدم بگه من نفر دوم کردستان هستم و بعدم بگه ما پول نداریم. بیا اینجا نگاه کن ببین، اینی که میره حزب را میندازه این آقای دونالد ترامپه. ببین ایشون سالهای سال با چه پدر سوختگی خاصی، ضمناً اون دوستی که قراره 500 دلار به من ببازه، پول خودتو آماده کن که یواش یواش دونالد ترامپ داره میره به طرف وایت هاوس یا کاخ سفید. ببین این آقای دونالد ترامپ پس از گرفتن چند تا زن و افتخار به این که دوست دخترهای زیادی داشته، چجوری با وجودی که خودش رو سیاست مدار نمیدونسته، ولی در بازار سیاست و سیاست مداران خودش رو داخل کرده، با دادن پولها، با دادن مهمونیها، با دادن بزمها. اینی که اینا دارن میخندن، اینجا صحبت نمی کنن که مثلا بگن بیاین به سوربی و دیگران نمیدونم حق و حقوقشون رو بدیم همه بخندن. اینجا همش ماجرا این هست که چجوری کلا سر دنیا بذاریم، کلا سر مردم بذاریم. در هر صورت متاسفم که آقای روزبه مشکین خط این رو نوشته، امیدواریم مشکلاتش حل بشه. و دوست عزیز، ما بارها گفتیم
یه ایمیل بفرستید تا ما این کتاب ضرب المثل‌های فارسی رو براتون بفرستیم، در اوقات بیکاری بخونید، همش از کتاب خوندن نمیدونم لنین و مارکس و دکارت و اینها یه دفعه یابو براتون نداره. ضرب المثل به این سادگی بیمایه فطیر است. دوستی از ایران با من تماس گرفت، گفت که آقا من میخوام برنامه داشته باشم، من چنینم، من چنانم، من آدم ها رو عوض میکنم، من دنیا رو عوض میکنم. همه اینا جالبه که خودشون رو نتونستن عوض کنن ولی میخوان دنیا رو عوض کنن. ما گفتیم خب بفرمایید این گوی و این میدان چقدر برنامه میخواین، چقدر پول میدین؟ گفت باید پول بدیم. گفتیم آقا جون ماشین، تلویزیون مردم، راننده، سوربی، هر دو مجانی، دوتاشون هم خوبن، هم ماشین خوب خراب نشده تا حالا از سال 1998 و از سال 2003 به صورت فول تایم، هم سوربی امتحان رانندگیشو پس داده. امروز اتفاقا این دوستمون آقای کامرون نیاکان از مریلند نوشته بود که درود به سوربی یک کتاز در تکنولوژی که روی فیسبوک هم برنامه زنده داره. گفتیم بابا ما که کاری نمی‌کنیم، یاد می‌گیریم. اینا که وسایل میذارن به همم گفتیم دوباره شما نرین چرخ رو از اول اختراع کنین، اینا هست استفاده کنین. بس سلام. در هر صورت به این دوستمون گفتیم که گفت من خب توی ایران هستم. گفتم هیچ اشکالی نداره، من اونجا به تو میگم که برو به کی کمک کن، چه کار کن. اونم بهش گفتیم آقا هر کسی به شما پول داد برو بچه های مدرسه کتاب براشون بخر، برو براشون دمپایی بخر، برو براشون یه توپ والیبال بخر، یه توپ فوتبال بخر. ولی از این که شما بخوای مفتی خرسواری کنی، تشریف ببرید طویله میهن تیوی، آقای بهبانی قشنگ زین گذاشته رو خودش، سوارش بشید. اینم از و اما بریم سراغ این انتخابات در ایران، در آمریکا که هر روز داره بدتر و بدتر میشه. الان این چیز خیلی خشمگین افتاده به جون خانم هیلری کلینتون که دیدید چگونه در عکس به هم میخندند و اینها، و میخواد تمام ماجراهای دوره رئیس جمهوری کلینتون که یکی از اونها خودکشی یکی از همکاران اینا بود که یکم هم مشکوک بود و اینها، اونها رو بیاره بیرون، ماجراهای به اصطلاح سر به هوا بودن آقای بیل کلینتون رو بیرون بیاره، ماجراهای ایمیل های خانم هیلری کلینتون که حتی رقیب اصلیش آقای برنی سندرز گفت من کاری ندارم. البته اونم میدونست که این به اصطلاح پروندهش الان در جریان هست و FBI و دادگاه و اینها دارن نگاه میکنن، ولی آقای چیز شمشیر رو از رو بسته، آقای دونالد ترامپ، و گفته من همه اینها رو میارم و عنوان میکنم. و اما شما حتما شنیدید که من بارها گفتم ای کاش این شعر و شاعری یک ماهی، شش ماهی، یک سالی، دو سالی بره مرخصی، هم شاعرها برن مرخصی کتابا رو ببندن، هم من و شما به عنوان افرادی که این شعرها رو میخونیم و لذت میبریم. دوستان گوش ندادن، ببینید حالا به چه روزی افتادن. عواقب غزل سرایی. یک روز که زیبا غزلی در نظر افتاد، ما را هم از عشاق سرودن به سر افتاد. اما ز بد اقبالی و ناشیگری ما با بانوی منزل جدلی سخت در افتاد. می گفت سیاه چشم و سیاه زلف دیگر کیست، یاد تو چرا باز به روی دیگر افتاد. این بار کمی بحث فراتر ز جدل رفت، آینده رویایی ما در خطر افتاد. گفتم خانم تو گمان کن که شدی همسر حافظ، گفتا همه بدبختی از آن بدگوهر افتاد. خانم انقدر عصبانی بوده که به حافظ میگه بدگوهر. او بوده بهانه که شما خیر سران را، نقل لب و چشم و قد و ساق و کمر افتاد. ای بشکند این دست که با بیش و کمت ساخت، افسوس ز عمری که به پایت هدر افتاد. جز خون جگر از هنرت چیست نصیبم، سوزی سخنش داد که در جان شرر افتاد. گفتم زدی آتش
به دلم طعنه زنان گفت آتش به حرم خانه شاه قجر افتاد. وقتی که هبو هست رقیب تو اقلن، دانی که سر و کار تو با یک نفر افتاد. بسیار قسم خوردم و اون نیز به پاسخ هر بار به نفرین و به آه جگر افتاد. عمری به گمانم که هنرمند و ادیبم، آنگونه ادب کرد که از سر هنر افتاد. بیچاره اساطیر ادب پس چه کشیدند با آن همه اشعار که ما را خبر افتاد. حافظ که چه شبها به در میکده خوابید، یا مولوی از ترس زنش در سفر افتاد. ما غرق خیالات از آن قند فراوان، یک ذره چشیدیم که آن هم شکر افتاد. این شکر رو توی این دیومه و اینها که افتاده یعنی بفهمید چیه. بدرود غزل، وای نه نام تو زنانه است، شاید به همین نام مرا درد سر افتاد. میگه وقتی هم که میخواستم با غزل خداحافظی کنم، حالا چون غزل اسم خانم ها هست حتما اینم برام یه درد سری میشه. و اما یه سری عکس های خیلی قشنگ آقای مسعود سهیلی که ما ایشون رو به عنوان مسعود میرزا میشناسیم فرستادن، و این سیستم ما نوع جدیدترش، حتی میتونیم این پاورپوینت و اینها رو توش بذاریم خودش نشون بده، ولی این نوع قدیمیش با وجود که من نماینده فروشش هستم تو ویرجینیا، اگه خواستید با من تماس بگیرید، این رو نداره و ما هنوز مجبوریم اینجوری به شما نشون بدیم. حالا ببینیم شما میبینید و شما هم همینقدر لذت میبرید که ما اینجا از نزدیک میبینیم یا نه. بله این اینجاست، بله عکس‌ها بسیار قشنگه، میبینید که چه رنگی، چه به اصطلاح آرایش و تزئینی به این، تزئین نیست این چی میشه، آرایش، همون مثل ما میریم رفتیم آرایشگاه موها رو کوتاه کنه و فلان نازنن داریش از آلمان گفت آقا فوری بذار موهات بلند بشه، این زد جلو کچلید معلوم شده. گفتیم بابا ما که نمیخوایم گول کسی بزنیم، ما همین که هستیم، what you see is what you get. چقدر قشنگ این قلب رو درست کرده و از دریچه این قلب به باغ هم شما به اصطلاح مشرف هستید. و میبینید که البته این با آهن، نگاه کنید اینجا اگه دقت کنید این میله های آهن داخلش هست که این کار رو انجام دادن و هر دفعه که میخوان این رو گروم کنن ها، خیلی قشنگ میتونن از اون استفاده کنن که بله زیبایی. حالا این عکس رو من امروز وقتی دیدم همون موقع یادم افتاد، نمیخوایم خدای نکرده به دختر خانمای ایرانی تو فیسبوک توهینی کرده باشیم، ولی دوستان زیبایی و طبیعت، یعنی طبیعت و زیبایی طبیعی یه چیزی هست که اصلا حرف نداره. حالا اونی که ببخشید میره نمیدونم از باسنش چربی برمیداره میذاره رو لبش، بعد مسخرش میکنن میگن حالا ما نمیدونیم وقتی حرف میزنه هیچ دیگه چی بگم. ولی شما زیبایی رو نگاه کنید، ضمناً این خانم هم محجبه است ولی این حجاب اصلا نمیتونه در مقابل این زیبایی تحمل بیاره. و این هم دوستی، عشق، علاقه بین دو تا موجودی که همیشه داستان‌ها سر اینها بوده، یکی کودکان و یکی این حیوانات، مخصوصاً سگ‌ها. و اینم پیرمردی که فکر کنم این نقاشی باشه، درصد اگه نقاشی هم هست خیلی قشنگه و تجربه و گذر زمان رو شما تو صورت ایشون و رنگ موهای ایشون می‌بینید. و مازم ممنونم از آقای مسعود سهیلی عزیز. این هم این کشتی‌های به اصطلاح بادبان، درسته با میگفتن کشتی هایی که به اصطلاح از طریق باد استفاده میکنن و این ورور میرن. این ساختمونه توضیحی نداده کجاست ولی بسیار زیباست، شاید از پرچمش و اینها بهش تشخیص بدیم. این هم لایت هاوس یا خانه هایی که میساختن برای اینکه غواصان نه کشتی ها به صخره نخورن، و اینها کارشون این بود که در شب نور میدادن. اینها دیگه رفتن بیرون از مارکت، الان جی پی اس این کار انجام میکنه، انجام میده. درصد من حیفم اومد که این عکس های بسیار زیبا رو بذارید ببینید این دوستان فیسبوک چی شد، قطع شد. آره اینم یه اشکالیه، فیسبوک بار اول که وصل میکنم بعد از چند دقیقه قطع میکنه
لابد میخواد ببینه ما عوضی دستمون نرفته باشه. چون یک آقای هفته پیش تولد فرزندش رو از به اصطلاح بیمارستان مستقیم روی فیسبوک پخش کرد، خیلی ها ایراد گرفتن، گفتن این دیگه خصوصی ترین لحظه‌ای بوده که همسرت داشته و شما نباید این کارو میکردی. بعد ایشون گفت که من اشتباهی دستم خورده و این برنامه زنده شده، به اصطلاح برنامه پخش شده. در صورت دوستانی که ما رو از تلویزیون مردم میبینید یا روی یوتیوب، از این وقفه‌ای که ایجاد شد پوزش میخوام، به خاطر این بود که بتونیم دوستان روی فیسبوک رو هم بیاریم. و میدونید من این رو روی فیسبوک مردم تیوی پخش میکنم که بیش از 8400 نفر اونجا با ما هستن به اسم دوست، خیلی هاشون دشمن هستن، و امیدواریم که بتونیم این رو ادامه بدیم تا به اصطلاح دوستان بشونن این برنامه رو به صورت زنده هم از آیفون و آیپد و هزاران دستگاه دیگه که موجود هست ببینن. اگر نه، همون به روش خیلی ساده از سیستم های ویندوز، از تلویزیون، کامپیوتر معمولیتون ببینید. اگر نه، کامپیوتر های ویندوز رو ندارید و شما میگید اخ اخ بده، برید روی یوتیوب و روی آرشیو روی فیسبوک ما، یکی دو ساعت بعد از برنامه ببینید. از روزی که ما مستقل شدیم و وابستگیمون به اون جوانی که خدا میدونه اصلا این دروغ میگفت جوان بود، کی بود، کجا بود، قطع کردیم، خیلی خوب شده. الان در عرض 20 دقیقه، نیم ساعت، بعض وقتا ویدیوهامون حاضر و آماده است. و ما 5 سال 6 سال علاف این شده بودیم که اگر همینجوری مونده بودیم، حالا دیگه دیرتر ممکن بود هیچی یادمون نباشه. هوا اینجا گرمه و این عکس دیگه نمیچسبه، بریم سراغ عکس‌های دیگه. و باز هم ضمن تشکر از دوستانی که برای ما این نوشته ها، عکس ها، ویدیو ها رو میفرستن، تشکر میکنم از اون دوست عزیزی که دو بسته کتاب دوباره، یعنی دو تا کارتون انقدر سنگینن که اضافه کنم اداره پست بهش گفته اینا رو باید تو دو تا بسته بفرستی، رسیدن اینجا. و من واقعا تلاش میکنم این کتاب ها رو، عکساش رو بگیرم، در طی برنامه عکس‌ها رو نشون بدم و شما هر کدوم از این کتاب‌ها رو که خواستید، هر مبلغی که دوست داشتید حمایت کنید، ما براتون پست می‌کنیم بیاد اونجا. حداقل این زحمت ایشون به این وسیله به اصطلاح ازش قدردانی بشه. اینم یه عکس خیلی قشنگه، نمیدونم کجاست، ولی بالای به اصطلاح پشت بام یک ساختمونه و مشرف هست، میبینید اونجا هم علامت مسیح و کلیسا و اینها همه جا هست. دوستان میدونستید بعضی جاها قانون هست که شما نمیتونید هیچ ساختمونی رو از این صلیب بالاتر داشته باشید، ولی من الان میبینم این یکی بالاتره، حالا حتما اینم یه صلیب گذاشته بالاش، گفته اینم برای اونایی که مذهبی هستن. و ببینید چقدر قشنگه این طبیعت و اینها. الان گفتمتون آخر هفته مموریال ویکند توی آمریکا 500 هزار تا موتور سوار میان توی واشنگتن. بعضی وقتا برای که آدم از دست این، اون وقتا که من تو کار بیمه بودم، بیمه اینا رو من میفروختم، پول خوبی هم در می آورد، ولی بعضی وقتا برای که از دست اینها آدم در بره، بهتره بزنه به کوه و جنگل و پارک و دشت. و به همین خاطرم هست که الان با هوای گرم استخرها توی آمریکا فردا، مخصوصا توی این منطقه ما، ممکن تو کانادا و تو کالیفرنیا و اینا زودتر باز میشه، ولی توی این منطقه ما فردا شروع میکنن، باز میکنن، یعنی مموریال دی شروع میکنن، لیبر دی که توی آگست هست میبندن، که اینم سه ماه تابستان هست. بسیار این عکس ها زیبا، کیفیت بالا، هر کسی گرفته دستش درد نکنه. اونی هم که برای ما فرستاد ممنون و متشکر. رسیدیم به آخرش، اجازه بدید حالا از اون عکس ها بیایم به این عکس سوربی. و امیدواریم که حالا اسپویل نشده باشید، بگه ای آقا دوباره همون عکس ها رو نشون بده. چشم، مدت ها بود، حتما شنیدید میگن برو برو آقا دنبال کار، چوب خدا صدا نداره. هیچ وقت شنیدید چرا؟ مگه کسی چوب خدا رو خورده فهمیده صدا داره یا نه؟ حقیقتاً چوب هم صدایی نداره. البته یه چوبایی هست که توی آموزش‌های کاراته و اینا هست استفاده می‌کنن، یه دونه نیه، این نیه بلند رو
اینجوری کات کات کردن که وقتی میزنی هیچ دردی نمیگیری، ولی این چون کات کات بریده بریده ها باز میشه بسته میشه، خود اینها میخورن به هم و صدا میدن. حقیقتا شوخی میکردیم اون وقتا، اینجوری دستمون میآوردیم به دوستمون اینجوری میزدیم، گاهی وقتی هم میخورد تو صورتش، این اینجوریه صدای اینجوری میده. ولی شما به من بگید چرا گفتن که چوب خدا صدا نداره؟ میگه که باز مسعود سهیلی نوشته که مدت ها بود که به دنبال یک پاسخ قانع کننده برای یک سوال میگشتم که چرا چوب خدا صدا نداره. بعضی ها میگفتن که گوش جان میخواهد و جان صدای چوب خدا را بشنوی، و بعضی ها میگفتن چشم بصیرت میخواد تا چوب خدا را ببینی. این جواب ها مرا قانع نکرد. تازگی یک دوست لور دارم و میدونم که گفتن حرف لوری بزن، بیا بشینیم با هم لوری صحبت کنیم، به دو دلیل. یکی اینها خیلی صادقن و چیزها رو توی زرورق تعارف نمیپیچن، خیلی رک راست سری، منم یه جورایی لورم، به شما میگن. گفت به این دوست لورم، گفتم آقا بیا به من بگو ببینم که چرا چوب خدا صدا نداره. گفت اینم خیلی قشنگ گفت که آخه خدا با این چوب که نمیزنه، فرو میکنه. اینم از جوک جمعه. و اما یه دوستی دارم که به من شرط بست که اگر آقای اصلا آدم دلش نمیاد به این مرتکه دونالد ترامپ بگه آقای، که اگر ایشون رئیس جمهور شد این دوستمون مبلغ 500 دلار به تلویزیون مردم پرداخت میکنن. دوست عزیز یادت باشه این روزا اصلا توی تلویزیون میگه که فرانسه صدا ندارید. اجازه بده ببینیم این دوستمون روی فیسبوک میگه فرانسه صدا ندارید، ببینیم چجوری ما فرانسه صدا نداریم. اینجا اینو بیاریم لایو، اینا رو به شما نشون بدیم دوستان روی مردم تیوی فیسبوک. ما این هفته آزمایشی هستیم، این هنوز اون عکس ها رو نشون میده، برای که اینجا شما باید روش کلیک کنید. آقای عزیز از فرانسه، آقای آزاده، بسیار عالی شد. بله آهان، من کاری نکردم، احتمالا شما صدا رو بسته بودید، یا شاید گفتم این فیسبوک، میگم ما این هفته اول هست داریم امتحان میکنیم از این هست. در صورت برگردیم به این ماجرا و عکس. مرسی که دارید تماشا میکنید دوستان عزیز. قبل از برنامه خودم آقای عیسی آزاده، آزاد مردی که پس از سالها به قول خودش گفت من جوونیم رو برای سازمان مجاهدین گذاشتم، حالا آزادیش رو گرفته و میخواد از این آزادی استفاده کنه به دیگران بگه، این ویدیو رو برای کانون آوا فرستادم تا یکی دو ساعت دیگه روی بایگانی اونها میاد و خود ما هم تا جمعه هفته دیگه هر روز این رو نشون میدیم. باز هم ممنون از این دوستان. و اما اون دوستمون شرطمندی کرد که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور بشه ایشون 500 دلار به تلویزیون مردم کمک میکنه. منم با وجودی که از دونالد ترامپ خوشم نمیاد و از پول خوشم میاد، ولی حاضرم 500 دلار رو نگیرم ولی دونالد ترامپ نشه، هیلری کلینتون نشه و برنی سندرز بشه، و از برنی سندرز هم چیزایی که میگه عمل کنه. ولی این تابلوه اینجا، اینایی که گدا هستن کنار خیابون میشینن دیگه، مثل گداهای ایران هی گوشتو آزار نمیدن، اذیتت کنن، یه نوشته میذارن میشینن. معمولا هم میبینیم مثلا این آقا عینکش هم زده داره کتاب میخونه، بعضی هاشون نوار دارن گوش میدن، رادیو گوش میدن، تابلو زده دیگه، اینم از تکنولوژی جدید استفاده میکنه. نوشته که give me money، این علامت اس روش خطه، money or I will vote for Trump، میگه یا به من پول بدید یا من میرم برای به دونالد ترامپ کمک به اصطلاح رأی میدم، و این رو به عنوان یه تهدید به مردم میگه. درباره اون دوستی که گفتم از ایران تماس گرفت و اینها، و بهش گفتیم که خب شما اونجا برو برای یه دانش آموز این کار بکن اون کار بکن، به این نتیجه رسیدم نه، ایشون دنبال به اصطلاح خرسواری مفت میگرده و ما نه خر هستیم نه سواری میدیم. نوشته که شما بسیار لطف دارید،
اما برنامه‌ای که بعد مد نظر من هست قدری سنگین است و من نمیتوانم مطلبی را که چنین اهمیتی والایی دارد با چنین مقدمات ناچیزی به خطر بیندازم. اولا که رسانه‌های دنیا برنامه‌ای برای کمک به ساخت این ایده ها دارند تا به رسالت رسانه متعهد بوده و تراوت خیش را نیز حس کنند. دوباره از همون تعارفا، دوباره از این که ایشون فکر میکنه که یک مهره کشف نشده ای هست، فقط خودش فعلا کشفش کرده و اگر بیاد. دوست عزیز من تقریبا 18 سال، تقریبا 20 سال دارم این کار انجام میدم. هزار نفر مثل شما اومده. گفتم دو تا خواهر بودن اینجا، خانم آذر رو نمیدونم چی، گفت آقای سربی اصلا نمیخواد از مردم پول بگیری، به ما شما برنامه بدیم ما که بیایم اصلا همه دنیا یله میشه اینجا. آمدن به جز این که مردم زنگ میزدن مسخرهشون میکردن هیچ غلطی نکردن اینها. برو آقا دنبال کار زندگی. شما اگه مالی بودید تو همین فیسبوک میومدن طرفدارت میشدن، کمکت میکردن، حمایت میکردن. بعد ایشون نوشته که من حالا به من برنامه بده، من بعدن وقتی آمدم خارج کمک میکنم. اونجا فوری نوشته کمکی که به اصطلاح از دستم بر بیاد، لابد اونجا میگه مثلا زنگ میزنم توی برنامه ها نظرمو میگم، این کمکی است که از دستم بر میاد. و اما میدونید که حکومت ایران از یه طرف میگه که اسلام با هیچ کس جنگ و دعوا نداره، از یه طرف میگن که ما دنبال بمب اتم و اینها نیستیم، از یه طرف چپ و راست افتخار میکنن به وسایل و ادوات جنگی که میسازن. این آخرینش اینه، نوشته ایران اند ویلز هوم گرون قاهر F313 استیلت نمیدونم فایتر. و جالبه یه سیم برق اگه نگاه کنید عکس آقای خامنه ای یا کیه طالقانیه کیه، احتمالا خامنه ایه، از یه سیم برق از اینجا اومده رفته اینجا، حالا یا این روشن میشه یا یه چیزی داخلش. اینها طرف گفته که جالبه این فکر کنم برقش رو از آقای خامنه ای میگیره. حالا دیگه خود شما فکر کنید. سلام به روز پرچونه کی برنامه داره آقای جعفرزاده؟ به روز پرچونه مدت هاست دوست عزیز باهاش تماس ندارم. بهروز پرچونه هم یکی از دوستانی هست که خودش به خیلی قشنگ میگه، میگه من وقتی جوان بودم خانوادم و دوستان خوب به من گفتن آقا کار تلویزیون عاقبت نداره، برو دنبال زندگیت. من جوان بودم نفهم بودم گوش ندادن. بسیار جوان خوبی هست، هنرمند، گیتاریست و خبر ندارم. من حقیقتش یه مدت برنامه هاشو خودم حمایت میکردم چون دوست داشتم حرفاشو گوش کنم، ولی بیشتر از اون نتونستم. اگه شماها حمایت میکردید دوست عزیز، ایشونم الان برنامه داشت، فکر کنم تو رادیو خودش برنامه داره، در صورت Ocean Going Cyclists Envision World with No Borders. خب میدونید که هر از مدتی یک کسی پیدا میشه میخواد دنیا رو با دوچرخه بگرده، پیاده را بره، با کله ملاق بزنه، جفتک چارکش جفتی بندازه و صلح و اینها بشه. این آقا نوشته دنیا یا جهان بدون مرز و اسمش هست آقای ابراهیم همتیان On the road in Brazil credit him. خودش مثل این عکس گرفته، view gallery 10 تا ایمیج، 10 تا عکس دیگه هم اینجا هست میتونید ببینید. ایشون هم مثل که یه چیزی ساخته، هم تو آب میره هم تو خشکی میره همه جا میره، ولی نمیدونم آخه این آبی که شما حالا اینجا میری این که به آب اقیانوس اگه برسی که کارساز نیست دوست عزیز، ولی خب عیب نداره، آرزو بر جوانان عیب نیست. برید و هر وقت رسیدید به آخر دنیا، امیدوارم که آخر دنیا گرد باشه و صاف نباشه، بیفتید پایین، به ما هم تماس بگیرید. میدونید که من یکی از اونها بودم که اون دو تا دو چرخ سوار امیر و حسن رو که با آرزوی صلح در دنیا رکاب زدن سال 2001-2002 حمایت کردم و مبلغ خوبی هم اینجا برایشون حدود 15,000 دلار جمع کردیم. اون موقعی بود که مردم هنوز عشق و علاقه به تلویزیون داشتن.
چقدر واقعا ممنونم که من اون موقع یا این حالا خدا رو شکر میخوام بگیم، خدا رو نگیم، خدا رو شکر میکنم، چی به جاش بگی؟ چقدر خوشحالم که من اون موقع اصلا تو کار تلویزیون تو قسمت مالی میگفتم من هیچ کاری ندارم. به من گفته بودن که این دوتا بیان مهمون شما بشن، بگید به مردم کمک کنن، تلویزیون رنگارنگ یه پولی میگیره، یه کامیشنی بابت خودش میگیره، یه حق العملی هم میگیره بابت اینجا بهش میگن processing and handling، باقیشو میده به اینها و ما هم این کاری کردیم. من حتی یک دلار نگرفتم از اینا، خود این دوتا پسر میدونن. ولی بعدن شایعه‌ای در اومد که آقا رنگارنگ از اینا پول گرفته. میگم خب بابا باید بگیره. این شما 100 دلار که میدید به یه نفر، همین دوست ما وقتی که به اصطلاح پول فرستاد برای 5 تا برنامه آقای ارشاد، گفت اینقدر من هزینه گذاشتم روش. هزینه لازمه، اگه نخوای هزینه کنی با امید آرزوی واهی بیای جلو میشی مشکین روزبه، مشکین خط، از بین میری، باقی نمیمونی. در هر صورت اینم این ماجرایی بود که من لازم دونستم بگم و ما دیگه از اون موقع یاد گرفتیم که اصلا تو این کارا به اصطلاح دخالت نکنیم. ایشون نوشته که باور کنید صدای شما به مراتب جالبتر و زیباتر از صدای من است. شما می توانید بینندگان و شنوندگان رو جلب جادو کنید. من از این قابلیت ها دورم. حالا این چی شد؟ یه دوستی لطف کرد، چون کرد و که کرد است و کرمانشاهی، پیامی گذاشت برای آقای چمنارا. آقای چمنارا هم این پیامو که شنید لطف کرد و بهشون پاسخ داد. بعدم بهش گفته بود که اگه مایل هستید بیا با این صدای خوب به اصطلاح شاهنامه رو بازخوانی کنیم یا شاهنامه گویا درست کنیم. ایشون برای من نوشته، این آقای محمد خان دوستمون، که باور کنید صدای شما، ممنونم از این، امیدوارم که به اصطلاح عروس تعریفی نشم. من به شما بگم اصل ماجرای این که من وارد تلویزیون شدم، حقیقتش از صدام شروع شد. یه جایی صحبت کردم، بعد این دوستمون آقای بابک یکتافر و این محمد علی ابوقداره حالا یا ما رو سر کار گذاشتن، گفت بابا این صدای داوودی داره. حالا ما نمیدونیم اینا صدای حضرت داوود رو کجا شنیده بودن، چون اینایی که تو کار فیزیک و فضا و اینها هستن دنبال صداها تو فضا میگردن. در صورت ممنونم از دوستمون و امیدوارم. آها، همین دوستمون یه مقاله رو فرستاده، نوشته این مقاله روز دوشنبه 13 ژوئن است، امیدوارم مورد پسند باشه. یه مقاله رو فرستادن گویا به ماه رمضان بیشتر میخوره تا این ایام، پس اجازه بدید اون رو براتون همون 13 ژوئن روزی که این دوستمون گفته ما هم بخونیم. ولی این دوست ما گفتمتون که در کشورهای عربی هست، به احتمال زیاد در میدونید که کشور وقتی میگن United Emirates 4-5 تا کشور هستن، تو یکی از اونها. ولی اینجا نوشته که المرحوم الحاج یوسف سهراب رستم، نوشته که سلام، قبلا برایتان درباره تغییر نام نوشتم. این سر قبری در مقبره منامه پایتخت بحرین است. نام صاحب آرامگاه یوسف فرزند سهراب فرزند رستم است. عمق وجود ایرانی در منطقه را میرساند. همه از ساحل شمالی به جنوبی کوچ کردند. تمام جمعیت از ایران آمدند بجز تعدادی از قبیله های شبه جزیره عرب که حکمرانان هستند. و این هم ماجرای باز بحرین. ممنونم از این دوستمون خانم نیر. به من میگه که ما اصلا بحرین مال ما نبوده، کاری به شاه و نمایندگان مجلس و اینها نداره. من بهش میگم آخه نیر عزیز، خواهر گرامی من، اگر بحرین مال ما نبوده پس این شاه و
نمایندگان مجلس و آقای پزشکپور و اینها دیوانه بودن، توی مجلس وایسادن حرف زدن، داد زدن، فریاد کردن. پس این آقای هویدا احمق بود وقتی گفتن چرا بحرین رو دادید، گفت بحرین مثل یک دختری بود که مال خانواده ما بود، دخترها وقتی بزرگ میشن باید بدی بره عروس یکی بشن. نکنید والا، بگید اشتباه کرد، بگید اون موقع خبر نداشت توش نفت هست، بگید نمیدونم چی. بعضی وقتا اصلا هیچی نگید، هیچی نگید، هیچی ننویسید بهتره. مدرک دست من نمیدید. به من یه چیزی هست تو فیسبوک بهش میگن پوک. این پوک یعنی انگولک کردن. حالا انگولک تو ایرانی بد میشه. نکنید شما هی به آدم اینجوری نزنید که نمیدونم. قدیما یه نفر من گفت آقا به خدا اینایی که به شما زنگ میزنن طرفدار پادشاهی نیستن، اینا دشمنای پادشاهی هن، از شما دارن سوء استفاده میکنن، به عنوان طرفدار پادشاهی میان یه حرف احمقانه میزنن که شما نیم ساعت برنامه تو اختصاص بدی درباره پهلوی ها بد بگی. من همونجا یقش گرفتم، گفتم صبر کن، تمام این چیزایی که گفتی من میگم ممکنه درست باشه، ولی یه سوال از شما دارم. شما میگی اینا این چیا رو میگن که من بد بگم؟ من بد گفتم یا دارم حقیقت میگم؟ اگه بد گفتم شما بیا خوبشو بگو. رفت پیداش نشد. نه یه خانم منتظر دیپلم قاب گرفته آقای محمد رضا پهلوی از مدرسه سوئیس هستیم. باورتون میشه اینا پول دادن یه مدرسه تو سوئیس، یه کاری کردن که کتاب اون سالش رو شما نمیتونی داشته باشی. ضمن این که همه چی دیگه الان عمومیه، اون دیپلمش، لیسانس هم که نداره، دکترا هم که نداره. پس چیه این شاه شاه؟ یه نفر برای من یه فیلمی فرستاده و دیروز شاه نشسته میگه به یه خبرنگار انگلیسی، ما در 5 سال آینده که به شما میرسیم. بعد حالا فهمید چی گفته، گفت البته من اینو نمیگم، گفتن که ما در 10 سال آینده اصلا شما رو پشت سر میذاریم. منم زیرش نوشتم ببخشید نایه خانم، اگر شاه کم سواد نبود، احمق نبود، همچین حرفی نمیزد. این نوع حرف ها رو بهش میگن گندگوزی. اونی که نشسته اونجا میگه آقا این چیه دیگه، این گشنگدار رو ما رسوندیم به اینجا، حالا جلو خودمون واسطه. خب زیر پاشو میکشن دیگه، زیرابشو میکشن، تیشه به ریشش میزنن. قبول کنید، بیان اصلا یه روز هر چی خوبی میخواین تو 45 دقیقه مهمون من باشید، بگید ربع ساعت آخر اشکالای اینا رو بگید، ببینید چی میشه. خب بریم سراغ بعدی. آهان، درباره بحرین، بله بحرین ما میدونیم که آقای آریانپور در موردش صحبت کرد، آقای عقیلی پور در موردش صحبت کرد و اونجا قبیله بوده بهش هم نمیرسیدن، اصلا هم تو حکومت ایران هم اون زمان بهش نرسیدن اینها. ولی بعدن یه سری هم مردمی که از اون رفع حجاب، دوستان هی به اشتباه نگید کشف حجاب، اینجوری بگید یعنی به رضا شاه دارید توهین میکنید، یعنی رضا شاه حجاب رو کشف کرد، تا اون موقع حجاب نبوده، ایشون کشف کرده، بعد هم موقع گفته رفعش کنید. رفع حجاب، رفع حجاب به خاطر این، بعد چون روشش غلط بود، بدون اینکه فرهنگ بی حجابی رو بیاره، به زور میخواست رفع حجاب کنه. یه عده مخصوصا از اهالی جنوب ایران، بندرعباس، لار، لامرد، اینها رفتن به طرف کشورهای عربی به دو دلیل. یکی وضع اقتصادی اونجا بهتر بود، کار میکردن، پول میفرستادن ایران. ایران زمان شاه که شما میگید از گوش از سیری داشت شکمون میترکید، بابا لامرد و اینها اگر طرف خانوادش، اگر طرف شوهرش، همسرش، پسرش اونجا کار نمیکرد، اونها از گشنگی میمردن. نکنید والا، نسازید. اینقدر ظلم کردید، اینقدر بی خود گفتید، به اینجا رسیدید. اقلا امروز بگید اشتباه کردم، عذر میخوام. شاه اومد گفت، والا شاه فکر کنم آدم خوبی بود این آخریا، که آقا من اشتباه کردم، دیگه از این غلط ها نمی کنم، دیگه بی قانونی نمی کنم، دیگه حکومت مشروطه رو که بابام شاشید روش، منم اه نمی کنم روش. چی بگم آخه؟ این همون ماجرای حساب. آقا ما گفتیم بحرین تموم شد رفت، شما دیگه نیا بنویس از سال من که با شما گفتودم از سال 1800 فلان نبود. مال کی بوده بحرین؟ مال کی بوده؟ پس چجور تو نقشه‌های ما هست؟ پس چجوری تو مجلس درباره‌اش صحبت کردن؟ پس چجوری شاه اومد رفراندوم گذاشت؟
شاید دیوونه است که یک کشوری که مال ما نیست، یه شهری که مال ما نیست، رفراندوم بره بذاره. اگه اینجوری بود یه رفراندوم هم میذاشت ببینه مردم میخوان که پاریس مال فرانسه باشه یا بدتش به کشور همسایه. ایداده. حالا تازه نیه خانم آدم منصفیه، معلم بوده. سه پیوست بیگانه با هم، درباره اینو آقای بختیار میگه. خب دوستان فیسبوکی هستید، هنوز قطع نشدیم. این مثل اوائلی هست که ما تلویزیون رو شروع کرده بودیم، هی فکر میکردیم الان قطع میشیم. خب خوشحالم که آقای فضائل عزیزانم از فیسبوک داره ما رو میبینه. فضائل تابستون شد، بیا برنامه بذار. و سخت مشغول درس خوندن بود، اگرم گراجویت شدی به اصطلاح پایان تحصیل که غلطه، جشنشو بگیر و شیرینیش رو بیار در تلویزیون مردم با دوستان بخوریم و ما هم خوشحال باشیم که از امروز یک پرستار دلسوز اضافه شد به پرستاران آمریکا و مخصوصا جامعه ایرانی. آقای بختیار گفته که درباره من هرچه میخواهید بنویسید و انتقاد کنید، از سوی من اعتراضی نخواهید شنید، اما آن حرفی که در آغاز بحثم گفتم فراموش نکنید. صدای نعلین آخوندها از صدای چکمه نظامیان خطرناکتر است و در صورت به قدرت رسیدن آخوندها شما خودتان نخستین قربانی خواهید بود. دکتر شابر بختیار، مذاکره با خبرنگاران و نویسندگان، 15 دی ماه 1357، دی بهمن، یعنی این رو قبل از انقلاب گفته. آیا کسی گوش شنوا داشت؟ نداشت. توافق هسته‌ای، شکل قشنگی هسته هلو، اون یکی نمیدونم هسته چیه. آقا اینقدر آلو مالو داریم که نمیدونم. عجب دنیایی است. در کله پزی‌ها هم زبان از مغز گرانتر است، درست مثل جامعه‌ای که چرب زبان‌ها از عاقلان ارزشمندترند. آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند. این هم از این. ممنونم آقای میرزا مس، نه این رو آقای علی زرابی فرستاده. آقای علی زرابی، من نمیدونم شما برنامه من رو میبینید، نوشته هایی که من برای پاسخ به شما میدم دنبال میکنید یا نه، ولی میبینم که حدود چندین نفر روی ایمیل شما هستن. شما یکی از کارهای اشتباهتون اینه که این دوستان رو به خطر میندازید و ایمیل هاشون رو همه جا پخش میکنید. اون روز وقتی من نقل آرایشگاه گفتم و این که ما به شوخی به خانم گفتیم اینجا یه تابلوی بود نوشته بود 9 دلار، حالا ما فکر کردیم مثلا 15 دلار، 18 دلار حداقل میگیرن، 5 دلار، 6 دلار، 7-8 دلار هم باید تیپ بدیم، 25 دلار. بعد اون خانمه گفت که نه اون تموم شد. میدونید که اینا تبلیغاشون دور داره، مثلا یه فروشگاه میاد میگه که ما این هفته مرغ رو به شما میدیم 3 دلار، میخواد شما رو بکشه اونجا چیزای دیگر دو برابر بفروشه. نه والا بی انصافم نیستم، پس میگیرم حرفام، چی دو برابر بفروشه. در هر صورت اتفاق مسابقه آقای عالی خانی رو برید گوش کنید دوستان. ممنونم از آقای علی شیرازی که اینو برای من فرستاد. اولش یکم اسلوه، یکم قاطی، خب پیر بنده خدا، ولی بعد قشنگ صحبت میکنه. میگه بزرگترین اشتباه در زمان شاه این بود که نرخ میذاش رو چیزا. به طرف میگفت تو اینو وارد کردی فلان اینا، ولی باید به این قیمت بفروشی. طرف میگه آقا من اگه به این قیمت بفروشم که ورشکست میکنم. خب در زمان شاه اتاق اسناد بود، بعدش آخونده همین اشتباه رو ادامه دادن، گفتن گران فروشی کنی شلاقت میزنیم. آقا بذار گران بفروشه، مردم نرن بخرن، شما خودتون یه مغازه باز کن ارزون بده، دم مسجد اصلا نون و مرغ به مردم مجانی بده، مردم میان این مجانی رو میگیرن اون نمیخرن. چه کردن شاه و شیخ؟ هر دو اشتباه کردن. امیدواریم نفر بعدی بفهمه چه باید کرد. بهروز دوستمون از کانادا که حرفای خوبم میزنه برای من نوشته که امیدوارم همه چی خوب باشه و به اصطلاح همه چی سمود، یعنی خیلی به نرمی و خوب بگذره، امورات بر وفق مراد باشه. نوشته که من برنامه چهارشنبه شما رو نگاه کردم و یک کامنت هم نوشتم. آها یک کامنت دارم، یک کامنت نظر میشه، سجستشن پیشنهاد میشه.
البته بعض جاها میگن اینی کامنت، حالا همون منظورش نظر و پیشنهاد، اب نداری یاد میگیریم دیگه. 30 سال اینجا بودیم، 30 سال دیگه بعدا میتونیم بگیم تازه I am a blackboard. دیگه blackboard هم وجود نداره. در صورت نوشته که من درباره انعام دادن نظرم اینه، من و شما میدونیم که توی آمریکا average معدل میانه انعام 15% و برای اون آرایشگره شما 90% گذاشتی. این گاهی وقتا مثل این میشه که شما توهین کردی به اون و دلت براش سوخته. من نوشتم که نه، ایشون نوشته که اون کسی که 2 دلار تیپ میده روی 8 دلار حقیقتا 25 دلار داده. راستی ازتون باشه، یه شغلایی هست که روش شما مالیات نمیدی، مثلا روی آرایشگاه شما مالیات نمیدی چون کار انجام داده. اینم خیلی جالبه. در هر صورت میگه که اون کسی که روی 8 دلار 2 دلار میده، اون 25% تیپ داده، خود اونم خوبه و already generous یعنی دست و دل باز. wish you best، بله خیلی ممنون، بهترین ها رو برای ما آرزو کرده. من براش اینجوری پاسخ دادم، اجازه بده من و شما توافق کنیم بر این اساس که در مورد انعام توافق نداریم. خیلی ساده اینجا میگن let's agree on disagree. بعد من شما اینجوری تصور کن که من 2 دلار بهش انعام دادم و همونجوری که شما میگی help یا کمک کردن، 5 دلار بهش کمک کردم که این خانم جوانی که یه بچه 1 ساله داره از مریلند بلند میشه میاد فیرفکس، بدونه که یه آدمایی هستن که اگر توانایی داشته باشن به دیگران کمک میکنن که اون این کار خوبی رو که داره انجام میده انعامت به جاش. اینم کمک من به شما. مگه من و شما به دختر پسرمون، به برادرمون، به فامیلمون، به دوستمون کمک نمی کنیم؟ چرا اگه خواستیم به یه غریبه کمک کنیم این میشه ترحم؟ اسمش رو همون کمک نگه داری. این کمک من باشه به این که این خانم نگه ای بابا من از مریلند حالا بلند شم برم فیرفکس ویرجینیا برای که میخوام 2 دلار 10 تا سر بزنم، 80 دلار 20 دلار هم تیپ بگیرم میشه 100 دلار، باید 50 دلارش بدم برای، میدونید که اینا صندلی کرایه میدن، صاحب مغازه یه صندلی میده به یه آرایشگر میگه روزی 50 دلار. بعضی هاشون میگن که هر چی کار کردیم نصف و نصف، نمیدونم دقیقاً. یه آرایشگری بیاد برای ما بگه چجوری. در هر صورت دوستانی که در فیسبوک هستید تصویر به چه گونه است؟ من روم میکنم اینور که حالا اینو با اینا اینجوری صحبت کنم تا بشنوم. هفته قبل، چهارشنبه قبل گذاشتم، تصویر خیلی خوب نبود چون از یه مانیتوری میگرفتم که صفحهش صفحه مانیتور نبود. میدونید که مانیتور و تلویزیون و کامپیوتر اینا رزولوشنشون فرق میکنه. برگردیم به صحبت بهروز که ازش تشکر کردم. میدونید الان شما برید بزنید، طرف نوشته که خانمه نشسته تو خونهش، شما پول بنداز اون دوربین رو روشن میکنه باهات حرف سکسی میزنه، بهش میگیرم این کارو بکن برات اون کارو میکنه، هی از شما میگیره، اون ساعت 60 دلار 50 دلار 80 دلار 90 دلار از شما پول میگیره. ولی این بنده خدا گرما سرما ترافیک ماشین مکافات مشکل بچه رو ببر بذار میاد اینجا. من اگه شما حد اسمش ترحم میذاری بذار، من دوست دارم به همچین کسی کمک کنم تا اون رو پای خودش وایسه، به تن فروشی، به مواد مخدر فروشی نیفته. و مطمئنم دفعه دیگه که میرم این منو یادشه، مخصوصا یادش باید باشه چون گفت یه ماساژ کله و اینا مجانی. MVP تبلیغش هم میکنم، سپورت کلیپ توی این فیرفکس هست. یه دوستی من گفت آقای صبح شما که این تبلیغ این خارجی و اون که ویتنامی منیجرش اینقدر میکنی، چرا تبلیغ ایرانی ها رو نمیکنی؟ گفتم قربونت برم، من ایرانیه که میرم میگم تبلیغ تو بده، میگه نه 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 آقای سوربی من ایرانی نمیخوام. میگم خب بس، میگم که من اومدم اینجا، میگه نه تو رو خدا اونم نگو، من مشتری ایرانی هم نمیخوام. خب وقتی تبلیغ نمیده مشتری هم نمیخواد، مگه من زوری برم سراغش؟ ساعت 2:59 است، اجازه بدید من تماس بگیرم با آقای عقیلی پور و با هم گفت و شنودی رو داشته باشیم. ولی توی این فرصت اجازه بدید من ویدیوی ایشون رو هم بیارم بذارم که یادم رفته، از بس آقای عقیلی پور غائب بودید شما، ما ویدیوی شما رو یه مدت نگذاشتیم، حالا انشالله
بیشتر و بیشتر بیان و ببینیم که my folder, my videos، ببینیم ای داد بیداد اینجا باید باشه. آقای عقیلی پور، بله بالا ویدیو لوپ میسلینیس، این فکر کنم این باشه. صدا هم ببینیم نداشته باشه، صدا رو از تلفن میگیریم. بله صدا این رو هم میبندم ببینم تماس بگیرم. آها ببین هنوز صدا میاد آقای آزاده، ببین هنوز صدا صدای سوربی رو هم ببندم. سوربی جان برو فعلا استراحت کن. تعداد تماشاگران روی فیسبوک زیاد نیست، ولی این دوستان با لطف کنن به دوستان دیگه‌شون هم لینک مردم تیوی روی فیسبوک رو بفرستن تا اونها هم به ما بپیوندن. میگم که ما وقتی هم یه چیزی میگیم از ترس دوستان نمیدونیم بگیم چی. گفتیم آری به اتفاق میتوان جهان گرفت. آقای خداوندلو گفت سوربی این حرف رو نزن، فعلا فکر ایران باش. گفتیم خب لابد یه نفر دیگه هم گزارش میده که به یه سازمانی آقا این سوربی میخواد جهان رو بگیره، شده اسکندر مقدونی، شده کوروش کبیر، بیان جلوش رو بگیرید. آقای عقیلی پور سلام به شما، سوربی هستم. سلام به جناب عالی و بینندگان و شنوندگان محترمتون. ممنونم. من به بعضیا میگم بی موقع مزاحم نشدم، میگن نه خیلی هم خوش موقع است، یعنی خوش موقع مزاحمم شدی. حالا به شما گفته بودم که ساعت 3 بعد از ظهر با شما خواهیم بود تا لطفی رو که همیشه به تلویزیون ما داشتید این بار هم داشته باشید و به اصطلاح پرسش‌هایی رو که دوستان در طی این مدتی که شما نبودید، هر وقت ما سوالی داشتیم لطف کردید پاسخ دادید، ولی پرسش‌هایی رو که مطرح کردن شما در مورد اونها صحبت کنید. من پیشاپیش از شما تشکر میکنم، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. از اون دوستانی هم که همیشه احوال شما رو میپرسن ممنون و متشکرم و خوشحالم که امروز ما بدهیمون رو به این دوستان پرداخت کردیم، شما رو در تلویزیون مردم داریم. خیلی خوش آمدید و میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. تشکر میکنم. بله سوالات گوناگونی بود. سوالی که خیلی دنبالش بودن و محبت کردن این بوده که آموزش، مدرسه، کلاس در ایران چجوری بوده از اول، مکتب، دانشگاه، این مطالب رو در مورد ایران میخواستن که خب میدونید در پاسخ به این شنونده محترم باید بگم که من آگاهی و بضاعت علمی اونقدر ندارم که بتونم جواب قانع کننده ای بدم. ملوث اون چیزی که یاد گرفتم عرض میکنم. دوره آموزش تحصیل در مدارس رو باید به دو دوره در نظر گرفت، یکی دوره باستان و دوره بعد از اسلام در ایران. قبل از اسلام مراکز آموزشی در مجاورت کاخهای سلطنتی و مراکز حکومتی و آتشکده بود، حتما دور از مراکز وسط شهر و تجارت کنه و این حرف بود. تحصیل در مدارس به خصوص علم دبیری و علم پزشکی مخصوص فرزندان درباریا و مقامات مذهبی بود و بقیه مردم حق نداشتن که برن اونجا تدریس کنن، درس بخونن. حتی در دوره ساسانیان و تأسیس دارالعلوم یا دانشگاه جندی شاپور شرکت توده های مردم برای تحصیل علوم اونم امکان پذیر نبود و در این مورد قضیه انوشیروان و کفاش نمونه ای از اوضاع اون روز زمان است. متاسفانه مدارک زیادی از اون روزام نداریم مگه اینکه به نوشته های وقایع نویسان خارجی که بودن مراجعه کنیم. مثلا گزنفون در کتاب خودش می نویسه که تعلیمات در ایران به 4 بخش تقسیم شده و هر بخشش هم یه هیئت 12 نفره از سپاهیان اداره می کردن. بخش اولش از 7 تا 16 سالگی بوده برای آموزش های اولیه، بخش دوم 10 سال طول می کشیده که کارهای علمی و عملی با هم تو انجام می دادن. بخش سوم مدت طولانی بوده که علاوه بر تحصیل
در کارهای حکومتی و دیوانی هم کار میکردم، کارمن بودم که دائما در جریان روز قرار بگیرم. از درباره اشکانیان اطلاعات زیادی ما نداریم. تنها در سال 1909 بود که سه نوشته از روی پوست آهو از زمان اشکانیان در اورامان کردستان به دست اومد. این در حالی است که در سلسله 470 ساله اشکانیان خدمات بزرگی انجام شده و در برابر دشمنان به خصوص حمله های اون سلیکای یونانی قیصرای روم در مشرق، این وحشیان بیامونگرد سکالی آلانی در همه این مبارزات فرهنگ و تاریخ ما رو نگر داشتن اشکانیان. ولی سلسله مذهبی ساسانیان که اومد به علت دشمنی که با این خاندان پارتی داشت همه آثار فرهنگی و هنری و کتاباشون از بین برد و قسمتی بزرگی هم که از یادمانده های زمان هخامنشیان بود اونا رو هم از بین برد. بعد از فروپاشی ساسانیان و اسلام اومده این حرفا که خدای‌نامه اینا رو تنظیم می‌کردن، هر چی این ور اونور گشتن چیزی از زمان اشکانیان به دستشون نیامد، به طوری که حماسه سرای بزرگ ما فردوسی مدرکی برای عظمت دوره اشکانیان به دست نیاورد، فقط به ابیاتی شعر چند تا درباره اشکانیان قناعت کرد. در آن دوران دبیران مقام شامخ کشور محسوب می شدن. اصلا واژه دبیر از زبان سومری ها اومده بود. نامه ای از اردشیر پادشاه هست که مقام دبیران رو بالاتر از همه مشاغل ذکر کرده. شروع اون نامه اینجوریه، میگه از شاهنشاه به دبیران که عهده‌دار آموزش و تربیت هستن، دوم به فقیهان که ستون دین را دارن، سوم به کشاورزان که آباد کننده زمین هم. ملاحظه این فهمید که دبیرها را قبل از همه نوشته. بعضا مقامات بالای کشورم از دبیرها انتخاب می شدن، مثل بزرگمه که دبیر و دانشمند بود و سالها زمامدار یک کشور رو از طرف پادشاه اداره می کرد. فردوسی هم بارها گفته خردمند باید که باشد دبیر، همان بردبار و سخن یادگیر. در زندگی خسرو، زندگی نامه این خسروی اول که پادشاه بوده اینطور به دست اومده که چجوری این بچه تربیت شده. نوشتن در سن مقرر رو به مدرسه فرستادن. اول قسمت مهم اوستا رو از حفظ کرد، بعد ادبیات، تاریخ، فن بیان، هنر از سواری، تیراندازی، موسیقی، سرود و ستاره شناسی رو آموخت. ملوزه این فرمود که ولیعت کشور رو چجوری تربیت میکردن. پس از برپایی این دانشگاه جندی شاپور، هر کجام که ایران کشوری رو فتح میکرد در هر زد و خوردی برنامه بود، میوردن دانشمندان و دبیران رو میوردن به شوش. اونجا منزل میدادن و سه زندگی میدادن، آسایششون رو فراهم میکردن به خانوادهشون و به مقام دبیری هم انتخابشون میکردن. بعد کتاب های علمی و فلسفی رو از یونان و روم می آوردن و ترجمه و تدریس می کردن. مثلا فرض کنید نوشته های ارسطو، افلاطون، بقراط، فیثاغورس و سایر دانشمندان. جالبه که مثلا در اون موقع که فیثاغورس برای اولین بار، اولین نفر در تاریخ، رابطه بین ریاضی و موسیقی رو عنوان کرد که بعدها تحول ایجاد شد، اون روز این مطالب در اونجا در ایران در اون به خاطر ترجمه مباحث فیثاغورس تدریس میکردن. استادانی هم از هندوستان برای آموزش پزشکی آورده بودن، اونا هم به مقام دبیری در دانشگاه انتخاب و تدریس میکردن در اونجا. پزشکی خیلی اهمیت داشت برای اونا. یک قسمت پزشک عمومی داشتن و بعد جراح ها بودن که به جراح ها میگفتن پزشک کار، به داروسازان بودن که بهشون میگفتن پزشک عقاقیر یعنی دارو، و به معبدان اون موقع که مقام عالی داشتن که به دبیری رسیده بودن
بهشون میگفتن پزشک دایی مقدس، مثل همین روانشناسا که حالا جمع میان و درد دل میکنن، اون دبیران اینجور بودن. از قول پادشاه نسبت به این دبیران فردوسی میگه که شاه گفته بود که دبیران چو پیوند جان منه. اینقدر دبیر اهمیت داشته. پس از اینکه اعراب حمله کردن و شاهنشاهی ایران ساسانی ها سرنگون شد، چندی این آموزش و پرورده سرها وضع خاصی نداشت. بعضی با سواد دیگه در منزل خودشون کلاسی درست کرده بودن. ببینید اولین کاری که اسلام باید کرد، مطلق و دستور دادن که آموزش و پرورش برای همه مردم، گدا و فقیر و بالا و پایین و همه، همه میتونن برن مدرسه. آقای عقیلی پور، نه که مثل گذاشته فقیر دیگه باشن، اونها آزاد کردن در ایران. آقای عقیلی پور، همه میتونن برن مدرسه یا همه باید مدرسه نرن؟ نه خیر، همه میرن مدرسه و حالا دنبالش رو میبینید که به کجا میرسونن کارو. بفرما. بله، فقط گفتن که نباید در اختیار مقامات بالا و چیزا باشه، فرقی نداره. یعنی خب این یک اقدام بی نظیر و ستایشگری انجام شد در اون موقع. به همین دلیل و اینکه آزادی آموزش پیدا شد، کلاس های درس در همه جا به خصوص در مساجد برپا گردید. و اون موقع شاعری به نام خزایی بود که واژه مدرسه و مدرس رو برای اولین بار اون تو اشعارش گفت. بعدم دارالفنون، دارالعلوم یا حوزه علمیه یا به اصطلاح امروز دانشگاه همه جا برپا شد. این حوزه های علمیه فقط حوزه های علمی نبود، دینی نبود، همه علوم تدریس می شد. به همین دلیل بهش گفتن حوزه علمیه و همه بزرگان و دانشمندان، ادبا، نویسندگان، فرهیختگان که در تاریخ ما افتخار بهشون میکنیم در همین حوزه علمی تأثیری کردن. اگه مثلا 5 قرن دیگه ساسانیا ادامه پیدا میکرد و آموزش برای طبقه خاصی بود، چه میتونستی مثلا شیخ و رئیس ابو سینا، شیمیست بزرگ زکریا رازی، خارزی و صدها و صدها دانشمند دیگر، خیام، سعدی، حافظ، ملا صدرا و فلاسفه بزرگ دیگر که اغلب اینا همشون در شهرهای کوچیک و دهات بودن، کسی قبلا جرأت نمی‌کردن درس خونه، اومدن خوندن و نبوغ ایرانی رو به دنیا ثابت کردن. اگر مثلا ساسانی آدم پیدا می‌کرد، امروز به جای این همه افتخار دانشمندا، چند تا سابقه جنگ و زد و خورد برامون باقی مونده بود. ولی امروز می‌بینید که اگر دور دنیا دانشگاه را بیفتن، یه هیئتی رو برن و تمام پادشاهان و اینا را اسامیشون رو بپرسن از تاریخدانا و اینور اونور که آقا این که کسی نمیشناسه، کار ندارن. ولی همین الان هر کجایی که برن و اسم دانشمندان پر افتخار ما باشه همه میشناسن. همین الان که من با شما صحبت میکنم، میدونید که کنگره بین المللی برای چندمین بار درباره خوارزمی در ایران برپا شده که چند صد دانشمند از گوشه و کنار دنیا در اینجا اومدن. مقام خوارزمی بالاتر از همه این دانشمندان است که تا حالا اسمشون گذاشته بودن. شما میدونید که مثلا در اروپا عدد صفر وجود نداشت، عدد اونا شیفره رومی رو می نوشتن. بعد از این که چون خوارزمی با هندی ها هم در تماس بود دیگه، بعد از این که جبر مقابله رو خوارزمی برای اولین بار در دنیا نوشت که همه جان بهش میگن الجبر، این عدد صفر در اون را حساب کرد و بعد که حدود قرن مثل 11 یادم باشه که کتاب جبر مقابله رو ترجمه کردن در اروپا، دیدن یه چیزی هست به نام صفر. از اون موقع صفر اومد در ریاضیات اروپا و
الان نمیدونستن، در حالی که ما قبلا داشتیم. به همین دلیل بود که خب الان تمام ماهواره ها و کهکشان ها دو تمام اینو اگه صفر بود لابد با چیز دیگه اختراع میکردن. پس ما این دانشمندانو داریم. امروز شما در هر دانشگاهی که برید، در هر لابراتواری که برید، در هر بیمارستانی که برید، در هر فروشگاهی که برید، الکل هست، میتونیم بخریم و مورد استفاده است. خب اینو زکریا پیدا کرد. در هر حال صدی که با آمدن اسلام شکسته شد، آزادی آموزش برای همه بودش. و مطلبی که خیلی مهمه در این مورد، تمام این افتخارات ما زمانی است که از همین حوزه های علمی اومدن بیرون. در حوزه های علمی رایگان بود، کسی شهریه نمیداد. بیش از 1000 سال مجانی، حتی شهریه هم میدادن به طلابی که درس میخوندن، به طالبان علم. مسکن هم اگه نداشتن بهشون محل سکون در حجره ها میدادن. و هر ساختمانی مسجدی که بود و هر حوزه که علمیه میساختن، سکنا بغلش میساختن. مثلا علاوه بر نظامی های دولتی، حوزه های علمیه عموما با پول مردم که خیرات میکردن اداره میشد، که هنوز هم البته ادامه داره. حوزه علمیه میدونی که اغلب این چیز مذهبی رو پولاشو مردم میدن. هر کسی هم به سهم خودش پولدار یا کما یک کمکی میکرد که این حوزه علمی برپا باشه، چون عقیده داشت و میگفتش که برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد زپس، تو پیش فرست. امروز هم در دنیا همه جا که بکردید آموزش به این نحو با کمک همه مردم وجود نداره. مهمتر این که در این حوزه های علمیه زور و اینهایی نبود که بیا برو اینجا بشین درس خون. آخر شاگرد طلبه که میومد اینجا خودش استاد انتخاب میکرد. چطوری؟ میومد میشست در درس معلمی یکی دو روز میشست. آقای عقیلی خوشش میومد تقریبا برای میشد میرفت در یه مدرسه یکی دیگه میشست درس میخون. ببخشید مثل سیستم دانشگاه خوشش میومد میرفت به حوزه دیگه، حتی از شهری به شهر دیگه میرفت. چون هر جا میرفت درس بخونه وقتی میدیدن طلبه هست میخواد درس بخونه، سکونت میشودن، شهری هم بهش میدادن. اینها از آزادی های بی‌نظیر آموزشی بود در این حوزه ها که در سایر نقاط جهان اصلا سابقه نداشت. دبیر و مدرس هم با استقلال کامل بدون وابستگی به حکومت کار میکرد. این نبود که یوبیان تو دانشگاه بعد از انقلاب دیدید پاکسازی کردن استادای بزرگ عمل گوشتن کنار. دبیر مقام بالایی داشت، کسی حق نداشت واسش کاری بکنه. به طور مثال ابو حامد غزالی مدرس علوم بود در نظامیه بزرگ بغداد. یه مدت یه دفعه کدورت پیدا کرد، ناراحت شد، اساس چمدون رو بساطش بختش رو برداشت و رفت به نظامیه بزرگ نشابور، اونجا شروع کرد درس خوندن. خلیفه و اینا دیدن این خیلی بد شد، چیکار کنیم؟ آمدن یک نامه خیلی مفصلی نوشتن به مقامات علمی شو عمر عنوان کردن و چقدر تکریم و احترام و اینا واسش نوشتن و خواهش کردن که برگرده و حتی به التماس کردن که برگرده تو نامه. و یکی از مقامات حکومتی هم برداشت این نامه رو برد اونجا به نیشابور رو داد بهشون. زیر اون نامه نوشت: یک، از هیچ سلطان خلیفه‌ای مجیز نگفتم و دیناری هم دریافت نمی کنم. دوم، هیچگاه در زندگی به دیدار هیچ سلطان و خلیفه‌ای برای تعظیم و سلام نرفته و نمیرم. سه، در مناظره با مقامات بالا هم اصلا شرکت نمی کنم. این جواب داد برد و نرفت. ببینید آزادی دبیر چقدر اهمیت داشته و چقدر محترم بوده. انتخاب رئیس حوزه علمیه یا دانشگاه بسیار مشکل بود. مثلا وقتی میخواستن حوزه نظامیه بغداد رو که خیلی بلند بود، بزرگ بود، رئیسش رو پیدا کنن، مدرس اصلیش رو پیدا کنن،
چند ماه در سراسر ایران گشتن تا اینکه بالاخره ابو اسحاق شیرازی رو پیدا کردن که از همه علما برتر بود، با سلام و صلوات و تشریفات خاصی آوردن در بغداد که نظامی بغداد اداره کنه. وحدت سرزمین ایران حدود 1000 سال از بین رفته بود. در گوش و کنار ایران زمین هر کجا بود یه سلسله های گوناگونی به سلطنت می رسیدن و خودشون پادشاه می خوندن. اما بعضی از سلسله ها مثل سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، اینا بودن، شاه بودن، درست بودن، ولی خلافت رو قبول داشتن، به نام خلیفه تو مسجد خطبه می خوندن و سکه‌هاشون هم به نام خلیفه می زدن. اما بعضی سلسله ها مثل علویان طبرستان، صفاریان، آل بویه، زیاریان، اینا به هیچ وجه خلافت قبول نشتن و خودشون مستقل عمل میکردن. در زمان سامانیان که میشه گفت واقعا فرهنگ پرورترین سلسله های دیگه، کتاب و کتاب فروشی محل مقدسی بود، همه جمع میشدن بحث میکردن، دانشمندان، مردم، محل خیلی عالی خوبی بود. مثلا فیلسوف بزرگ ما، دانشمند والاتبارمون ابو علی سینا خودش نوشته که در یک از کتابش رفته بودیم بحث میکردیم، تو کتابا که دیدن یک کتابی از فارابی پیدا کردن، وقتی با دقت خوندن فهمیدم که چطوری میتونم به افکار بلند ارسطو پی ببرم. دبیران تو حوزه همیشه در خط مقدم قرار داشتن. خود شیخ رئیس ابو علی سینا 14 سال در اصفهان شغل بالای حکومتی داشت و دبیرم بود دارالعلم ساخت یا همین حوزه علمیه را، که هنوزم یک آثاری هست به نام گنبد ابو علی در اون باقی مونده. خواجه نظام الملک سیاستمدار دانشمند، دبیر مدرس حوزه علمیه بود، 30 سال کشور اداره میکرد در همه جا. مردم به عنوان خیریه در اسلام موقوفات و پورهای زیادی به حوزه علمیه تقدیم میکردن. حوزه علمیه هزینه زیادی داشت، مسکن، شهر، خوراک، همه اینا همه از طرف مردم دیندار هدیه میشد و بیشتر خانمهای که علاقه من بودن، مذهبی هم بودن، یا اینکه پول داشتن و یه ملک داشتن، یا اینکه مثلا خانم چیز بودن، فرماندار بودن، حکومتی اینا بودن، اینها پولاشونو املاک رو تمام اینا رو میدادن، وقف حوزه میکردن و حوزه میساختن. صدها این خانم‌ها این کارو کردن. حوزه‌ای بود مثل ترکان خاتون، خاتونیه، زاهد خانم، زنبیه، سید بنفشه، اسمتیه، گوهرشاد. صدها از این حوزه با موقفایی که خانم‌ها داده بودن هستش و مداره که موقفش هنوز هم موجوده. خود از دولا که وقتی به قدرت رسید بعد از فروپاشی سلسله سلطنتیان، اولین کسی بود که خودش شاهنشاه خوند و این شاه هنرپرور در سراسر کشور حوزه‌های علمیه برپا کرد. برای دبیران، پزشکا، شعرا، معماران، فقها حقوق رسمی ماهانه برقرار کرد. بیمارستانهایی میساخت برای مردم و یک قسمت از بیمارستان هم به نام شرابخانه بود، که یعنی داروخانه، اون روز میگفتن شرابخانه، و داروی مجانی به بیمارا میداد. البته این روش تا قبل از انقلاب 57 در ایران ادامه داشت. همین مدرسه علوی و سطح مسون در شهرها همه برنامه‌های وزارت آموزش پرورش اداره میگفتن، علاوه بر اون مسائل دینی و مذهبی شیعه هم میگفتن. همه هزینه‌های مدارس هم بازاری‌ها مردم میدادن، دولت نمیداد. در جنوب تهران، در جنوب شهر ری، اونجا مردم خیلی فقیر بودن، کسی پولی مدرسه بیماری اینا اصلا دسترسی به جایی نداشتن. آیت الله فیروزآبادی که مرد خیلی محترمی بود و ثروتی هم داشت از قدیم و فامیلش بود، بیمارستان فیروزآبادی رو اون مجانی برای اونجا ساخت، دارو هم مجانی میداد.
یادم هست که مردم جنوبی تهرانن میدم که سوار میشن میرن و حتی بعضی پول نشن بیچارا پیاده تا همون شادبلازیم بهش میگفتن میرفتن که اونجا مش دوا بگیرن. یا بیمارستان بازرگانان در خیابان ری در تهران فوق العاده مجهز بود که با پول بازرگانان ساخته میشد. حالا یه سوال هست، آیا حالا در همین رژیم آخوندی این چنین بیمارستانی وجود داره؟ در حالی که قبل از انقلاب وجود داشت. حوزه علمیه فقه و اصول مذهبی و قرآن هم در اون تدریس شد، علوم دیگری هم بود مثلا فلسفه، در حالی که فلسفه با دین مثل آب و آتشه. برای اینکه در دین اظهار نظر و چونه چرا وجود نداره، در قرآن یه وظایف دینی و مدنی هستش، فقها باید بدون چون چرا حق فضولی ندارن اجرا کنن، در حالی که در فلسفه به کلی برعکسه، هر فیلسوفی هر امری رو شک میکنه و زیر سوال میبره و میگه چرا. همین فلسفه در حوزه های علمی هم تدریس میشد. بزرگان فلسفه ما همشون در این حوزه ها بودن تدریس کردن. یک از هزارتاش پس کنین همین دانشمند والا طبعه ما زکریا رازی، این دبیر حوزه در حوزه علمی دست خود و خودشم دبیر حوزه علمی بود، دست میداد شیمیستم که بود دیگه، با جرأت وجود پیغمبر اسلام رو که از طرف ذات واجب الوجود انتخاب شده و پیام‌آوره زیر سوال بود، قبول نمی کرد، می گفت یعنی چه باید هم معنی نداره که کسی از طرف خدا به نام پیغمبر بیاد. در همه اون موقع تا این اواخر تا زمان گلم همینطور بود دیگه، می گفتن زمین مرکز عالمه، زمین ثابت تکون نمی خوره، این خداونده که زمین آسمونا رو همه را آفریده، اراده الهی زمین آفریده شده. آقای رازی، زکریا رازی جواب اون موقع این شعر میگه، میگه ذره ها پیوسته شد با ذره ها، وانگهی آمد پدید ارض و سما. پس ببینید زمین اونها به همین بیگ بانگی که میگن اون موقع علنا میگو بدون تقیه بدون ترس، از اینکه زمین ثابت و مرکز اینا بعدم گفت هیچ چیز ثابت بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر و سرمدی. خب با همچین دانشمندان بزرگ و اینهایی که بودن، اینا همشون از حوزه‌های علمی اومدن بیرون، حتی شاهان و فرمانده‌هایی هم که بی‌رحم و دیکتاتور مطلق بودن، اینا هم فرهنگ نتونستن جلو فرهنگ آموزش ایرانی رو هیچ وقت از بین ببرن و خودشون تابع فرهنگ ایرانی میشدن. مثلا فرض کن همین حسن صبا که آدم خونخوار بود، فوق العاده مذهبی و خوش مغزش خوش بود، هی در نماز و روزه میخوند، شبی در جاش کشف میزد توی قلعه دید که پسرش شراب خورده، دستو داد گفت بگیره ببرنش بندین زندان، به میرغضب هم خواست گفت فردا صبح سرش ببر، زنش مادر بچه تا صبح گریه کرد، التماس کرد آقا این بچه رو نکش این کار رو نکن، قبول نکرد، فردا صبح سر پسرش رو گردن زد. این مرد خونخواه به فرهنگ اطرافیانش علاقمند بودن که این به فرهنگ ایران احترام بذاره، این بود که در قلعه علمود کتابخانه با چند هزار کتاب برای مطالعه همگان فراهم کرده بود. وقتی که هولاکوی مغول حکومت 177 ساله اسماعیلی رو سرنگون کرد، دستور فوری کتابخانه را آتش بکشد. اما دانشمند ایرانی حتی ملک جوینی که حوزه علمیه رو تهیه کرده بود و دبیر بود، مد گفت آقا نکن این کارا، این سرمایه ملی ما، آتش نزن، این مال ایرانه، تو اگر هم مخالفی با اون کتاب های مذهبی شو که نوشته و فرقه اسماعیلیه رو تبلیغ کن اونو بسوزون، اونم قبول کرد. حالا در اینجا یه سوال پیش میاد، از روزی که دارالعلوم، دارالفنون، دانشگاه به سطح اروپایی برپا شد و مرتب همه میبالند و به روخ همه میکشند، آیا یه خیام،
یه خوارزمی، یه ابوریحان بیرونی، یه سعدی، یه مولوی، یه حافظ، یه ابن سینا و هزار هزار ابن سینا از این دانشگاه فارغ التحصیل شدن؟ چه جوابی برای این سوال میتونیم داشته باشیم؟ اگه شما دارید بفرمایید. ابن خلدون نوشته بود که 6000 طلبه علم دانشجو در حوزه های علمی تبریز مشغول درس خوندن بودن. اگه دکانداران دین فروش به نام اسلام و خرافات در طول تاریخ بدفرجامی و بدبختی آفریدن، اینو ما نباید به حساب اسلام بزنیم. اسلامی که آزادی آموزش و اینا را آجوری کرد که نبوغ ایرانیان زد بیرون و این دانشمندان رو داد. ناظر بودیم که چطور در کشور ما قبلا رئیس دانشگاه رو تعیین میکردن، حالا چه من میتونه، اما در گذشته چطوری بود؟ پس از اینکه مدت ها صدر اعظم رشید الدین فضل‌الله بود، گشتن و زحمت کشتن دیدن مولانا هست که بالاترین فاضلان اصله، اومدن یک نامی نوشتن که در چند صفحه سجایای اخلاقی این مولانا رو ذکر کردن و همه نوشتن که چه مقایه و چه مقام آرمی شامخی داره. بعد به ایشون نوشتن که حالا که شما در این مقام عالی هستید فلان هست، تصمیم گرفتید که این حوزه علمی و این کار رو به شما واگذار کنید و بیایید و چیز به سرپرستیش رو بگیرید و تدریس کنید. اینجوری بوده که میمدن و رئیس حوزه یا رئیس دانشگاه رو انتخاب میکردن. مولانا رو با این وضع انتخاب میکردن. ببینید وای به بقیه. آقای سوربی، با اندک اطلاعی که داشتم به طور خلاصه مطالبی رو من بیان کردم. اگه برای جواب شنونده محترم کافی نبود، فکر میکنم که از پژوهشگران و استادانی که مرتب در تلویزیون های لس آنجلس تشریف میارن، از اونا دعوت کنید که اطلاعات کافی به شنوندگان بدن، چون گفتای من ممکنه به ذائقه خیلی ها که وابستگی خاصی به بعضی جاها دارن خوششون نیاد. این عرایض من بود در مورد سوالی که ایشون در مورد آموزش در ایران کرده بودن. بسیار ممنونم. ایشون و دوستان دیگه همچنین در رابطه با بحرین اعتراض نمایندگان پنیرانیست به جدا شدن بحرین داشتن، بعد سوال کرده بودن که بعد از اینکه امضاها شمرده شد و اینها، گویا از اون 5 نفر نماینده 4 تاشون امضا کردن. آیا شما میدونید اون 1 نفری که امضا نکرده چه کسی بوده؟ بله دیدم. ببینید در مورد بخشیدن بحرین به طور مفصل من در یک برنامه شما گفتم اینا که چجوری شد و چطور به ناحق بحرین ما را بخشیدن و سابقهش تمام اینا که از زمان هخامنشی جزء ایران بوده، اصلا بوده، حتی زمان نادرشاه مگه اون چیز نرفت از اونجا که رفتن عربا رو زدن در جنوب از بین بردن، نخیر در زمان کریم خان همه اینا مال ایران بوده. حالا چطور بخشیدنش، شرایطش و شاه رو مجبور کرد اینا، من هم اینا رو در اون مصاحبه هم گفتم. سوالی دیگه هم کردن که درباره زندگی شاه بانوی غمگین دربار پهلوی ثریا، که در این موردم در یکی از برنامه‌های شما من مفصل گفتم و در دربار در آرشیو شما هستش که میتونن به اونجا مراجعه کنن و اینو ببینن. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدید به دوستان عزیز بگم که اگر پرسشی دارن لطف کنن ارسال کنن با ایمیلی که نشون دادم از شما روی صفحه، یا اگر میخوان پیام بذارن با شماره تلفنی که ما اینجا داریم تماس بگیرن، پیام بذارن، پیام ها رو برای شما ارسال میکنم. یکی از کارهایی که شما از همون اولین جلسه شروع کردید و من واقعا به شما احترام میذارم به خاطر این کار بزرگتون، این بود که نظرات مردم و سوالاتشون رو به اصطلاح بدون پاسخ نذاشتید و درست برعکس افراد دیگه‌ای که شما هم اسم بردید در خیلی تلویزیون‌ها هستن،
به مردم همیشه احترام گذاشتید. من در رابطه با همین بحرین دوستی رو روی فیسبوک دارم که خانم واقعا بسیار خوب و محترمی هستن، ولی ایشون علاقه و عشقی که به پادشاه دارن اتفاقا فکر میکنم برمیگرده به اون موقعی که خب اینها جوان بودن، اون هم یک مثل یک شاهزادهی بر اسب روی اسب اینجوری بوده و اینها. هیچ اشکالی هم نداره که آدم از یه شخصی یک بوتی بسازه، ولی این بوت رو شما همینجوری نگه داری حتی وقتی بوت هم شکسته و خورد شده، اون موقع اشکال شروع میشه. ایشون در رابطه با بحرین برای من نوشته که آی سوربی، من قبلا هم به شما گفتم اصلا بحرین مال ما نبوده. من میگم خب من تاریخ و اینها نخوندم، من رشتم فنی بوده، ولی بذارید حرف شما را قبول کنم. اگر بحرین مال ما نبوده، آیا پادشاه دانشمند و نابغه ما، آیا این نمایندگان مجلس ما افرادی دیوانه بودن که در رابطه با استان چهاردهمی که مال ما نبوده، شهر و کشوری که مال ما نبوده، بیان اون رو به رفراندوم بذارن، رأی گیری کنن، اون رو بدن بره، بعدم آقای حویدا بیا درباره صحبت کنه؟ من واقعا فلسفه اینا رو نمیفهمم. آیا شما هم اینو شنیدید که بحرین مال ما نبوده؟ ببینید آقا، این حرف رو بی ربطه. باید ببینیم که ایشون تحصیلات و مدارکشون کجا بوده. علم خاطراتشو بخونید، وقتی مذاکره میشه اون یارو شیخ فرجه میاد اونجا، شاه رو میبینه، بعد وزیر مستعمرات انگلیس رو کمه، اینا رو من در مصاحبه گفتم. علم به شاه میگه که قرون اگه ما این کارو بکنیم، شاه میگه، میگه که به علم میگه که اگه ما این کارو بکنیم زیر بار بریم، فردا تو تاریخ میگن شاه خائن بوده، چی میکنیم؟ علم خاطراتشو بخونیم، جواب میده قرون نخه، ما ترتیبی میدیم که سازمان ملل و دنیا بکنن که به پای اعلیحضرت نگذرن. خب سواد شهود آقای علم بیش از این نمیدونه، خیال میکرد که اگه اونا بکنن مردم میبخشن، مردم هیچ کار نبخشیدن، نخواهم بخشید. و تمام این بدبختی هایی که امروز ما داریم در این عرب مربا از همونجاست، برای اینکه ایران به فرمان پادشاه اولین کشوری بود که استقلال اونجا رو وقتی گفتن قلابی درست کردن به رسمیت شناخت و حیثیت ما رو بردند. اگر که فرض کنید در شمال هی میگن ننگین، همون ترکمنچای و گلستان ننگ، بله، ولی این ننگ نبود. برای اینکه 13 سال یه جوان 20 ساله عباس میرزا با تمام قدرت در اون سرما و یخبندانای قفقاز اینا 13 سال جنگید و شکست خورد. باشه با در مقابل عظمت روسیه، خب شکست خود مثل همه دنیا، قراردادی اونجا رو مجبور شد بده، ولی بحرین چی؟ کجا جنگ کردیم؟ همون نیروهای افسرانی که مثالا که به سوریه میفرستدن، اونا فرستدن در زفارا، افسر در اجاب کشتیم شد میفرستدن در بحرین. اگر شکست میخوردیم باز میگوند خوالی خوب انگلیس اومدن بازم جنگ کردن، زدیم و اونا بردن، و این نه که دو دسته و تقسیم به خاطر. البته باید در اون موقع دید که خود پادشاه هم به خاطر قدرشناسی و سپاس از انگلستان و آمریکایی که ایشونو به سلطنت رسونده بودن، کادو میداد از کیسه خلیفه، از کیسه ملت ایران بخشید. من بیش از این صحبت نمی‌کنم، برای اینکه در مورد بحرین من ریسش در برنامه شما عرض کردم. بسیار ممنونم، امیدوارم اوقات خوب و خوشی داشته باشید. هر وقت که مطلبی به نظرتون رسید و دیدید که لازم هست به بینندگان و شنوندگان گفته بشه، لطف کنید با ما تماس بگیرید. من باز هم ممنونم که این همه تجربه، این همه تحقیقات رو مجاناً در اختیار من و دیگران میذارید. مرسی. خواهش میکنم. روز و روزگار شما و شنوندگان و بینندگانتون بخیر. ممنونم از شما. شما هم همینطور. خب دوستان عزیز، با آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور بودیم و اگر صحبتی سوالی دارید بپرسید، ایشون همیشه پاسخ دادن و از این بابت من از ایشون ممنونم. حالا فرصتی پیش آمد تا در این 20 دقیقه‌ای که
وقت داریم تا ساعت 4 که ویدیوی آقای حسن ارشاد رو تماشا کنیم، باز هم با شما باشیم و موارد دیگه‌ای رو هم براتون بخونیم. دوستان در فیسبوک خیلی هیجان زده شدن، تشکر میکنم از اونها. سم گفته که فکر خوبیه این ماجرای پادکست یا فیسبوک، انقدر زیاد شده این روزها. حقیقتاً اگر من بخوام رو تمام جاهایی که به من امکان میدن مجانی برنامه پخش کنم این کار رو انجام بدم، باید 30 نفر رو استخدام کنم تا اونها کمکم کنن. این امکانات هست. ما باید یه کاری کنیم که مثلا اگر من برنامه سوربی رو دوست دارم و اگر سوربی امکاناتش اجازه نمیده، نفرات رو نداره که این رو روی فلان قسمت هم پخش کنه، من اون یه قدم رو بردارم. میگن اون وقتا میگفتن کارهای خونه مثل یه گلیم میمونه، یه نفر باید این طرف شو یه طرف، یعنی 4 نفر باید 4 تا گوشه شو بگیرن، این گلیم رو بردارن ببرن اونجا. در هر صورت من میگم که همه بکنید یاری تا سوربی بکنه تلویزیون داری. دوستان عزیز، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. آقای هوشنگ رادخو دستور ندن به من که آقا شما برو پول رو از مردم بگی. شما درسته که خودت رو گذاشتی خانه این نمیدونم والا قبیله است، طایفه است، چیه که اصلا وجود نداره، ولی من نمیدونم اصلا خان به کسای دیگه دستور میداده، خب باید یه چیزی هم به اونا میداده. همینجا شما نگاه کنید این تاریخ بردگی، همش نگیم که بابا برده خونه میساختن، حالا یه کلبه محزونی اون گوشه خوراکش رو تأمین میکردن، لباس خودشون رو میدادن، حالا یا لباس کهنه های خودشون رو میدادن. شماها بدون این میخواین من بشم برده، اونم یه بردهی که نه بردهی که هر آن خطر فرار کردن داشته باشه، نه بردهی که هر آن خطر این داشته باشه که شورش کنه، با یه چوبی با یه اسلحهی بر علیه شما قیام کنه، یه برده مؤدب. من فکر کنم شما دالشو باید بردارید، شما دنبال یه بره میگردید که هرچی شما گفتید اون بگه با، وقتی هم میخوایم ببینید سلاخونه بگه با، و بیچاره رو در حال با با کردن سرش رو ببرید و کله پاچه نوش جان کنید و دوستان رو دعوت کنید و کبابی کنید و بعدم دلخوش باشید که آخونده اینجوری از بین میره. این آقای بهمن بیگ نادان از آتلانتا برای من در زمانی که آقای عقیلی پور لطف میکردن و صحبت میکردن ایمیلی فرستاده. ببینید دوستان، اینها بودن که در زمان شاه مسئولیت داشتن. همین آقای بهمن بی، من ازش بارها خواستم بیا آقا تو من بگو چی بودی در زمان شاه، چجوری بوده زندگی، تا من بفهمم که تو اینقدر سنگ اون موقع رو به سینه میزنی، چرا، از کیا دزدی میکردی، از کیا زیر میزی میگرفتی، چه ظلم و ستمهایی کردی. هیچ وقت شهامتش رو نداشته. ولی ببینید امروز چی نوشته، من بهتون نشون میدم و ببینید اینا چقدر نادانن. همونجور که اون خانم نزهت یحیی‌زاده میگه که نمیدونم چیز مبارزان جدی، میگم کجا منزل سالمندان، کجا هستن اینا؟ شما و 4 تا پیرمردی که اگر قرصش یادش رفته باشه 2 بار سکته میکنه، این قرص باید همینجور دم دست باشه بذاره زیر زبونش، قرص نیتروگلیسرین میگن، چی میگن؟ خجالت بکشید، اقلا به خودتون دروغ نگی. درست آقای بهمن بیگ ورداشته نوشته که درود بر ایرانیان وطن پرست، ما میدانیم که اسلام از یهودیت گرفته شده و هر چیزی از چیزی گرفته بشه پس این گوه اون هست. حالا ببینید این ایمیل فرستاده روز جمعه. من نوشتم خب پس شما هم چون از پدر و مادرت گرفته شده هستید، شما گوه اونا هستید، رضا پهلوی هم گوه شاهه، شاه هم گوه پدرشه. آخه احمد تو میخوای اینجوری مقابله کنی با آخونده؟ آخونده میشینه نمیدونم هواپیمای فلان میسازه و پوز میده و فلان، و تو میشینی تو آتلانتا مرکز کورپوریشنای آمریکا به این نتیجه رسیدی تو آزمایشگاه که تازه اسلام گوه یهودیاست و حالا تازه دست به دامن یهودی ها میشی که بیان نجاتت بدن؟ ای خاک بر سر.
چی بود این آقای کی بود، راشد بود کی بود، میگفت پس زنده باد قدرت افیونی، خاک بر سرت ای بهمن بیگ، ای ایرانی. خب بریم، من یه چند تا نوشته دیگه هم بخونم. من امروز برای آقای عقیلی پور حدود 45 تا 1 ساعت وقت گذاشته بودم. ایشون از بس کارش درست و مرتب و ردیف هست، خیلی قشنگ ببینید چجوری برنامه میذارن، اینا رو تحقیق میکنن، با تاریخ میان میگن سیستم حوزه علمیه رو دست کم نگیرید. این دانشگاه امروز کار میکنه که شما میری توی کلاسی پول میدی، حالا اونجا پولش هم میدن، اون کورس رو میگیری، بهت وقت میدن تا 2 روز 3 روز یه هفته میتونی عوض کنی این پولی رو که دادی بری یه کلاس دیگه. چون شما ممکنه از یه معلمی خوشت نیاد، من یادم میاد یه معلمی داشتیم، حالا اگه زنده است که خب حتما بازنشسته شده و عمرش طولانی باشه، اگرم فوت شده خدا رحمتش کنه، این آقا من اصلا نمیدونم اون دیوانه‌ای که این رو گذاشته بود به اصطلاح مدیر ادبیات فارسی چی میگفته، دستور زبان فارسی یا فارسی یا اینا، این کلاس 9 یا 8 بود، یه داستانی هیچ وقت من یادم نمیره که مهمانها آمدن خان منزل ما، مهمانها که رفتن من خودی به مهمان خانه انداختم، نمیدونم ماجرا چی بود، پسره میره سیگار میکشه شیرینی میخوره یا همچیز. این آقا لکنت زبان داشت، از اینایی که اینجا میگن استرینگ، اینایی که زبونشون میگیره هی میخواد مثلا بگه ماس، میگه ما آقا ولش کن پنیر اینجوری. این آمد کتاب و برداشت و اینجوری هم کتاب رو یادتونه که تا میکردن و شروع کرد املا گفتن. و من این درس رو خب دفعه قبل خونده بودیم دیگه، میدونستم. وقتی رسید به اینجا گفت که و من خلی به مهمان خانه انداختم، ما هم اون صداقت کودکی گفتیم آقا خودی یا خلی، و پسر جو خلی به مهمان خانه انداختم، ما هم برداشتیم نوشتیم خلی به مهمان خانه انداختم، گفتم این لابد میخواد ما رو امتحان کنیم. خب ما هم کسی بودیم که فیزیک میگرفتم 21، الان یه عده که من رو نمیشنستم میگن آقا این سوربی عجب دروغگویه، فیزیک گرفته 21 مگه میشه؟ بله میشه. یه استاد و یه معلمی داشتیم که دانشجو بود، از دانشگاه اومده بود فیزیک که ما درس داد، روز امتحان 2 تا سوال اکسترا یا فوق‌العاده میذاشت که اگه شما بلد نیستی اینجوری نمرت نره 7 بشه، تجدید بشی فلان بیسار، اون دوتا رو جواب بدی. بعد مایی که مثلا خوب بود درسمون اونم جواب داده بودیم، گرفتیم 21، این نوشت 20، بعد به اضافه 1 اون موقع مثلا نمیدونم علامت چی گذاشت که یعنی تشویق بود. بله ما وقتی که این املا رو آقای شایق، بابا یارم فامیلش هم میگم دیگه، ما آقای گلشنی داشتیم چاقوکش و عرق‌خور و لات بود، آقای افلاطونی داشتیم معلم زبان بود، همیشه تا میمد بوی عرق میومد که همه میگفتیم اللهم صل علی محمد. اینم آقای شایق معلم فارسی ما، خلی به مهمانخانه، روزی که آورد ورقه ها رو داد به ما ندیدیم به ما داده مثلا 19، تو چرا خودی رو نوشتی خلی؟ من گفتم آقا من از اونم پرسیدم شما خودت گفتی خلی، حالا تازه من مشکلم این بود که آیا خودی رو با خلی رو باید مثل خودی بنویسم خودی واب بذارم یا مثل خلی بنویسم خله، یا ما هم دل زدیم به دریا نوشتیم خلی. بعد گفتم پسر جون شما که میدونی من گفتم خلی، گفتم بابا همه الان هم داری میگی خلی، دعوامون شد. ما هم رفتیم 2 تا مصباحی ما داشتیم، یه مصباحی معاونمون بود، یه مصباحی مدیر مدرسه‌مون بود، مدیر مدرسه احمدی، که به اون که مدیر بود میگفتن مصباحی، به جایی که بگن مدیر میگفتن مصباحی ماده، آدم خوبی بود. وقتی میخوان به یکی توهین کنن میگن این زنه، این فرهنگ ما بود. به اون که پدر سوخته بود و همه رو میزد میگفتن مصباحی نر، نر بودن یعنی با جذبه بودن و فلان. خلاصه ما رفتیم سراغ این دفتر مدیر آقای مصباحی که مرد خوبی بود، انسان شریفی بود، به همین خاطر بهش میگفتن ماده، اونا بهش توهین میکردن، ولی این ماده رو بذارید به عنوان اعتبار و کردیت بدیم، چون آدم خوبی بود بهش میگفتن ماده، ماده ها خیلی بهتر از من و شما نرا هست. در هر صورت
ما گفتیم که آقا این به ما داده 19، گفت بیا بشین بینه. و چرا دادت 19؟ اتفاق رو براش گفتیم، اینجوری شده و فلان بیسار اینا. بعد این گفت که بیا بریم. ما رو برداشت رفتیم سر کلاس، به آقای شایق گفت که آقای شایق، خب تو که میشناسی دیگه، باید میدونستی این بنده خدا ما اینجوری بود، گفت که شما این جمله رو برای من بخون. گفت که من به اتفاق چی مثلا مهمان ها رفتن، من خلی به مهمان خانه انداختم. گفت خودکارتو بده. خودکارشی گرفت برای من خط زد، املا رو نوشت 20، زیرش هم نوشت آفرین. از اون روز هم آقای شایق چشم دیدن ما رو نداشت. میخوام که نداشته باشه. خب برو مرد حسابی بگو آقا من میتونم ریاضی درس بدم، ولی فارسی و دستار زبان من نمیتونم. اصلا معلم باید بتونه ارتباط برقرار کنه، با مردم صحبت کنه. خب مثل این چی بگم، اصلا یه جا و دو جا خراب نیست کار، هزار جا خرابه. شما کجاش رو میخوای تعمیر کنی؟ چرا یه دفعه میان یه خونه ای رو میریزن پایین، اصلا آشغالاش هم میگن وردارید برید، ما نمیخوایم یه دونه آجر از این خونه کهنه توی ساختمون جدید باشه، چون میترسن اون آجر اون تک چوب هم پوسیده باشه و خونه جدید هم اساس و ساختمانش درست نباشه. خب مثل که باز فیسبوک قطع شد، اب نداره دیگه، ما هم خسته هستیم. ممنونم از آقای عقیلی پور، ممنونم از اون دوست نازنینی که باعث و بانی این شد که ما باز هم آقای عقیلی پور رو داشته باشیم. دوستان، آقای عقیلی پور در برنامه چند بار گفتن که در برنامه هاشون موجود هست. اجازه بدین من به شما برنامه های ایشون رو نشون بدم که کجا میتونین بهش دسترسی پیدا کنید. اولا اگر شما اهل یوتیوب باشید، ببخشید من این رو، میرید روی یوتیوب و اسم دکتر عقیلی پور رو که بنویسید به اصطلاح ویدیوهای ایشون پیدا میشه. ولی اگه براتون مشکل هست برین روی صفحه، اینجا صفحه مردم تیوی، بذارید من روشن کنم، مردم تیوی. یه تبلیغ مجانی هم برای خودمون بکنیم، تبلیغ مجانی برای بهمن بیگ الدنگ میکنیم، تبلیغ مجانی برای خانم یحیی‌زاده دیوانه و روانی میکنیم، تبلیغ مجانی برای آقای بهادر کی بود مجاهد میکنیم، اینم برای خودمون. ببینید دوستان، الان این داره منو نشون میده، این که رنگش اینجوری نشون میده تأخیر داره، اون موقعی که من داشتم اینا نشون میدن درس. ببینید این بالا، وقتی که ماوستون رو این بالای بالا، ببینید دوباره میام بیرون، اینجا این وسط ببرید بالا، نوشته هوم، about یعنی درباره، آرشیو یا آرکایو، لینکس، کانتکت، آرت، اینا. این توی قسمت آرشیو اگر شما این رو کلیک کنید یه تعداد عکس میبینید، عکس آقای عقیلی پور اینجاست. روی این عکس ایشون که کلیک کنید این صفحه باز میشه. این صفحه حدود 60-70 تا برنامه مختلف داره. بذارید من این رو بزرگتر بهتون نشون بدم. اگرم اشکالی داشتید برای من یه ایمیل بزنید، من صفحه ایشون این لینک بالاش رو براتون میفرستم که دیگه بدون اینکه برید تو مردم تیوی، بدون اینکه برید تو بایگانی، مستقیما به صفحه اصلی ایشون بیاین و این برنامه ها رو مجانا تماشا کنید. خب آفرین، درود بر اونایی که، ببینید از سال 2011 ایشون هفته به هفته تلاش کرده، برنامه گذاشته. 2011، 2012، 2013 و 14 و این هم داشتیم تا امروز. حالا یه عده نگاه میکنن به شوخی هم میگن آقا ما معتاد برنامه ایشون شدیم، یه عده هم لطف میکنن وقتی نگاه میکنن حمایت هم میکنن. ممنونم از اونها. دوستان درباره حمایت یه بار دیگه خدمتتون میگم، تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم با حمایت مردم. مثال ساده تر زدم، این یک ماشین مجانی، زمستون گرم میارچ در خونتون، تابستون سرد میارچ در خونتون، یه راننده خوب با تجربه با موهای سفید که دیگه اصلا مویی هم نمونده آماده وایستاده درم براتون باز میکنه. شما انصاف داشته باشید، وجدان داشته باشید، همیت داشته باشید. سوار این ماشین که میشید وقتی وای میسه بنزین میزنه نشون میده نفر قبلی پول بنزین رو نداده رفته، وای میسه بنزین میزنه شما هم نشین اونجا تا دوباره بره بنزین بزنه برات قهوه هم بخره. بلند شو بیا بیرون،
بگو سوربی چی میخوری، کافی میخوری، نوشابه میخوری، چی میخوری، ساندویچ میخوری، ضمناً این کردیت کارت منو استفاده کن، بنزینم بزن. اگر رسیدیم به اونجا، نه شاه، نه شیخ، نه خدا میتونه سوارتون بشه. اگر نرسیم به اونجا، شاه سوارتون میشه، شیخ سوارتون میشه، آدما هم سوارتون میشن، شما هم لذت میبرین از سواری دادن. چرا؟ چون شما هم ممکنه یه پولی به دست بیارید. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، هنوزم مونده نوشته هامون، نوشته ها رو میذارم برای چهارشنبه. دوشنبه به احتمال 99% برنامه ندارم. حالا 1% چه اتفاقی بیفته، یکی زنگ بزنه بگه آقا ما یه برنامه فوق‌العاده داریم، به شما $1,000,000 میدیم، بیا 2 ساعت برنامه بذار، ممکنه بیام. ببینید که میلیون میلیون به ما کمک میکنن. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم. از اینکه برنامه سوربی با مردم رو تماشا کردید ممنون و متشکرم. لطف کنید این برنامه ها رو به دوستانتون با ایمیل، با فیسبوک، با تلگرام، با 1000 برنامه مختلف که شما بلدید و من هم ممکنه بلد باشم ولی دیگه خسته شدم نمیتونم همه این کارا رو من تنها انجام بدم، برای دیگران هم ارسال کنید. اگر پرسشی دارید، نظری دارید، میتونید بیاین سوال کنید، پاسخ میدید اگر بدونیم جوابش. اگر میخواین مهمان ما باشید، مهمان خوبه، اونایی هم که دین دارن میگن مهمون حبیب خداست، ولی مهمون مثل نفسه، همینجوری که لازمه و میگیریش داخل ولی بایدم بره، اگر نگهش داری خفت میکنه. بیاین مهمون ما باشید ولی لطف کنید ما رو خفه نکنید. روز و روزگار بر شما خوش. مموریال دی و مموریال ویکند به شما مبارک باشه. اگه میتونید به اونهایی که به اصطلاح احتیاج دارن کمک کنید، حالا دوست دارید به عنوان انعام، دوست دارید به عنوان ترحم، دوست دارید به عنوان هلپ، آخرش یه چیه؟ آخرش اینه که اون بنده خدا به پول احتیاج داره، به کمک احتیاج داره، شما اون کار رو انجام دادید. چی بگم؟ مرسی.